بخش دوم کتاب اضطراب موقعیت نوشته آلن دوباتن. آلن دوباتن در بخش اول این کتاب به 5 علت ایجاد اضطراب موقعیت پرداخته بود و در این بخش به ارائه 4 راه حل برای رفع یا کاهش این اضطراب اشاره کرده است. این 4 راه عبارتند از فلسفه، هنر، سیاست و دین. راه حل اول، فلسفه. در سال 1834 در هامبورگ افسر ارتشی جوان خوشتیپی به نام بارون فون تراتمنسدورف افسر دیگری به نام بارون فون روپ را به دوئل دعوت کرد، زیرا فون روپ شعری توهین‌آمیز در مورد سیبیل فون تراتمنسدورف سروده و بین دوستانش پخش کرده بود. در این شعر سیبیل بارون نازک و شل توصیف شده بود و اشاره می کرد که شاید این تنها بخش بدنش نباشد که می توان آن را با این صفات توصیف کرد. دشمنی بین دو بارون در عشق مشترک آنها به یک زن، کنتس لودویسکا، اشاره داشت. بیوه فرمانده ای لهستانی با چشمهای سبز خاکستری. وقتی آنها نتوانستند مشکلشان را دوستانه حل کنند، در یک صبح ماه مارس در حومه شهر هامبورگ قرار دوئل گذاشتند. آنها هنوز تولد 30 سالگیشان را ندیده بودند و قرار بود در نزاع پیش رویشان بمیرند. در واقع رسم دوئل نماد ناتوانی افراطی بود در باور اینکه موقعیت فرد به خود او ربط دارد. ارزشی که خود فرد برای آن تصمیم می‌گیرد و نمی‌خواهد آن را با داوری متغیر دیگران تطبیق دهد. در ذهن دوئل کنندگان، نظر دیگران تنها عامل شکل دادن به مفهوم خود است. اگر اطرافیان دوئل کننده در مورد او داوری می‌کردند و او را بذات یا بیابرو، بزدل یا شکست خورده، احمق یا نامرد می‌دانستند، او دیگر نمی‌توانست با خود کنار بیاید. خودنگاره او به قدری به دیدگاه دیگران وابسته بود که ترجیح می‌داد هر چه زودتر از گلوله یا زخم شمشیر بمیرد تا اینکه بگذارد ارزیابی مخالف دیگران بی پاسخ باقی بماند. در این زمانه که ما زندگی می‌کنیم، ممکن است به کسانی که برای پاسخ دادن به مسائل مربوط به آبرو به خشونت رو می‌آورند چپ چپ نگاه کنیم، اما خود ما هم قدری از طرز فکر آنها را در خود داریم، یعنی آسیب پذیری شدید در مقابل اهانت دیگران. به احتمال زیاد ما هم مانند تندخوترین دوئل کنندگان عزت نفس خود را بر پایه ارزشی می‌گذاریم که معمولاً به ما نسبت داده می‌شود. دوئل کردن صرفاً نمونه مفید تاریخی است از رفتار احساسی جهانی تر، ولی به همان اندازه حساس که تقریباً همه ما در موارد مربوط به موقعیت از خود نشان می دهیم. در قرن 5 پیش از میلاد در شبه جزیره یونان، سر و کله افرادی اکثراً ریشدار پیدا شد که به طور غریبی از اضطراب موقعیتی که معاصرانشان را آزار می داد آزاد بودند. این مردان نه از نتایج روانی و نه از نتایج مادی جایگاه پایین در جامعه آسیب نمی دیدند و در مواجهه با توهین، مذمت و فقر آرام می ماندند. مثلا وقتی سقراط دست دست طلا و جواهر را دید که در خیابانهای آتن جا به جا می کردند، فریاد زد: ببینید چه بسیارند چیزهایی که من نمی خواهم. همانطور که اسکندر کبیر وقتی از کورینتوس می‌گذشت سراغ دیوژن را گرفت و بالاخره او را زیر درختی یافت در حالی که لباس کهنه‌ای پوشیده بود و 1 درهم هم دارایی نداشت. وقتی قدرتمندترین مرد جهان از فیلسوف پرسید که چگونه می‌تواند به او کمک کند، دیوژن پاسخ داد که اگر ممکن است از سر راه کنار برو، چون جلوی آفتاب را گرفته‌ای. سربازان اسکندر وحشت کردند و خود را برای خشم مشهور فرماندهشان که قریب الوقوع بود آماده ساختند. اما او فقط خندید و گفت که اگر اسکندر نبود قطعا دوست داشت دیوژن باشد. امپدوکلس هم چنین تردیدی را درباره هوش دیگران از خود نشان داده است. او یک بار در روز روشن چراغی روشن کرد و همانطور که در شهر می گشت گفت: دارم به دنبال کسی می گردم که عقل داشته باشد. و سقراط نیز وقتی در بازار به او توهین شد و کسی از او پرسید نگران این نیستی که روی تو اسم بگذارند، پاسخ داد: چرا نگران باشم؟ مگر وقتی خری به من لگد بزند باید دلخور شوم؟
این فیلسوفان تمایلی به تفاوت قائل شدن بین مهربانی، تمسخر، موفقیت و شکست نداشتند، بلکه برای پاسخ دادن به نیمه تاریک معادله راهی پیدا کرده بودند که هیچ ربطی به قوانین سنتی آبرو نداشت. آنها این احتمال را رد کردند که آنچه دیگران درباره ما فکر می کنند، چیزی را که ما در مورد خودمان فکر می کنیم تعیین می کند و اینکه هر توهینی چه درست باشد چه نباشد نباید مایه شرم ما شود. فلسفه عنصر واسطه جدیدی را بین نظر درونی و بیرونی معرفی کرد. این عنصر را می توان جعبه‌ای در نظر گرفت که همه ادراکات عمومی از شخص چه مثبت و چه منفی اول در آن قرار می گیرد تا ارزیابی شود و سپس اگر صحیح بود با نیروی تازه به خود فرستاده شود، وگرنه در صورت غلط بودن بدون وارد کردن ضرری به فضای بیکران فرستاده شده با خنده یا شانه بالا انداختن رد شود. فیلسوفان اسم این جعبه را منطق گذاشتند. طبق قواعد منطق، نتیجه تنها اگر از جریان زنجیره‌ای از اندیشه ها بر پایه فرضیات اولیه صحیح به دست آمده باشد، صحیح در نظر گرفته می شود. با در نظر گرفتن ریاضیات به مثابه نمونه اندیشه خوب، فیلسوفان کم کم به دنبال قرابتی برای حقایق عینی آن نظم در مفهوم زندگی اخلاقی گشتند. آنها می گفتند که به لطف منطق موقعیت فرد به جای اینکه به دست هیاهو و احساسات بازار سپرده شود می تواند به وسیله ضمیر فکری تعیین شود. اگر بررسی منطقی نشان دهد که جامعه ناعادلانه با فرد رفتار کرده است، او نباید از این داوری مردم آشفته شود. درست مثل این که نباید از یاوه سرایی های غریبه متوهمی که اصرار دارد ثابت کند مجموع 2 و 2 5 می شود آشفته گردد. مارکوس اورلیوس، امپراتور فیلسوف روم، در سرتاسر کتاب تأملات خود در حالی که در دنیای ناپایدار سیاست روم حرکت می کند، بارها به خود یادآوری می نماید که هر نظری در مورد شخصیت یا دستاوردهای او پیش از آن که اجازه تأثیر در خود آزمایی وی را داشته باشد، باید مورد آزمایش منطق قرار گیرد. او ایمان جامعش به ارزیابی مردم بر اساس آبرو را به چالش می کشد و می گوید شایستگی فرد به شهادت دیگران بستگی ندارد. آیا چیزی که تحسین می شود بهتر می شود؟ آیا اگر زمردی را تحسین نکنند خراب می شود؟ مارکوس به جای اینکه فریب تعریف دیگران را بخورد یا از توهین آنها آزرده شود، رفتار خود را از خودش الگو می گرفت، یعنی از کسی که او را به خوبی می شناخت. آیا ممکن است انسانی از من متنفر باشد؟ بگذار باشد، اما من مطمئنم که کردار یا صحبتی از من نخواهد یافت که لایق تنفر باشد. از آنچه گفته شد نباید نتیجه بگیریم که هیچگاه استحقاق سرزنش یا انتقاد دیگران را نداریم. اینکه ارزیابی ارزشمان را به ضمیر فکری بسپاریم نباید باعث شود انتظار عشق بی قید و شرط داشته باشیم. برخلاف پدر و مادر و معشوق ما که ممکن است هر کاری کنیم یا هر خطای بزرگی مرتکب شویم برای ما ارزش قائل شوند، فلاسفه به دنبال تعریف معیارهایی برای عشقشان هستند، اما نه معیارهایی شبیه به معیارهای متزلزل و غیر منطقی که جهان گسترده تر در خطر توسل به آنها قرار دارد. قطعا ممکن است زمانهایی باشد که ضمیر فکری از ما بخواهد به خود سخت بگیریم بیش از آنچه دیگران به ما سخت میگیرند. فلسفه به جای اینکه بیدرنگ هر سلسله مراتب موفقیت و شکستی را رد کند، روند داوری را دوباره پیکربندی می کند و به این نظر حقانیت می بخشد که نظام ارزشی اصلی می تواند برخی را رسوا بداند و برخی دیگر را با آبرو. در صورت ناعادلانه بودن هم به ما کمک می کند همچنان فکر کنیم، حتی در صورت تحسین نشدن از سوی دیگران هم می توان به ما عشق ورزید. فلسفه کاربرد انواع خاصی از اضطراب را هم رد نمی کند. همانطور که افراد موفق همیشه می گویند آدم مضطرب می تواند بهتر از همه جهان را از سر بگذراند. با وجود این، اگر ارزش برخی اضطراب ها را در کمک به پیدا کردن امنیت و پرورش استعدادهایمان تصدیق کنیم، متهم می شویم به اینکه احساسات دیگر مربوط به همان اهداف را به چالش می کشیم.
مثلا ممکن است به شرایط یا ثروتی احساس حسادت کنیم که در واقع اگر آن را داشتیم باعث ناراحتی ما می شد. به همین صورت هم ممکن است در پی بلند پروازی هایی باشیم که ربطی به نیازهای واقعی ما ندارند. اگر احساسات ما به شیوه خودشان کار کنند، همانقدر که می توانند ما را به سمت افراط، خشم کنترل نشده و خود تخریبی ترغیب کنند، می توانند باعث تمایل ما به سمت سلامتی و فضیلت هم باشند. چون به نظر می رسد خصوصیت احساسات این است که یا به زیر اهدافشان بزنند یا به بالای آنها. فلاسفه ما را به سمت استفاده از عقل و منطق من راه نمایی می کنند تا احساسات من را به اهداف مناسب برسانیم و از خود بپرسیم که آیا چیزی که می خواهیم واقعاً چیزی است که نیاز داریم و آیا چیزی که از آن می ترسیم حقیقتاً چیز ترسناکی است یا خیر؟ اگر ما انتقاد بجا از رفتارمان را پذیرفته باشیم و به اضطراب‌های هدفمند درباره بلند پروازی‌هایمان توجه کنیم و مسئولیت شکست‌هایمان را هم به درستی بپذیریم، ولی با این وجود جامعه همچنان موقعیتی پایین برای ما در نظر بگیرد، ممکن است به انتخاب راهی متمایل شویم که برخی از بزرگترین فلاسفه سنت غرب انتخاب کردند. ممکن است با درک غیر پارانویدی پیچ و خمهای نظام ارزشی اطرافمان وارد وضعیت مردم گریزی هوشمندانه شویم که هم از حالت تدافعی و هم از غرور آزاد باشیم. فلاسفه مدت‌ها پیش گفتند که وقتی شروع به موشکافی نظرات دیگران می‌کنیم، چیزی را کشف می‌کنیم که همزمان هم ناراحت کننده است و هم به طرز غریبی رهایی بخش. در میابیم که دیدگاه‌های بیشتر مردم در مورد بیشتر موضوعات پر است از پریشانی‌ها و خطاهای خارق‌العاده. چامفورت موضوع را به سادگی بیان می‌کند و می‌گوید نظر عموم بدترین نوع نظرات است. از نظر چامفورت بزرگترین عیب نظر عموم آن است که از سختی آزمونی منطقی که باید اندیشه‌هایشان را زیر نظر آن قرار دهند منزجرند و در عوض میل دارند به شهود، احساسات و رسوم تکیه کنند. این مرد فرانسوی میگوید آدم بهتر است مطمئن باشد که هر نظریه عمومی و هر مفهوم عام پسندی حماقت است، چرا که توانسته نظر اکثریتی را به خود جلب کند. و اضافه می کند چیزی که چاپلوسانه به آن خرد جمعی می گویند معمولاً کمی بیشتر از بیخردی جمعی است، پر است از ساده سازی و بیمنطقی، تعصب و سطحی نگری. بیهوده ترین رسوم و مسخره ترین مراسم همه جا با بیان این عبارت اما رسم بر این است توجیه می شود. این درست همان پاسخی است که وقتی اروپاییان از مردم خویخوی در جنوب آفریقا پرسیدند که چرا ملخ می‌خورند و شپش‌های تنشان را می‌بلعند، توضیح دادند که رسم بر این است. هرچند شاید اعتراف به فقر از نظر عموم مردم دردناک باشد، اما همین کار ممکن است به نوعی اضطرابمان را در مورد موقعیت کم کند. آرزوی ما مبنی بر این که دیگران در مورد من خوب فکر می کنند آرام سازد و آتش ما برای نشانه هایی از عشق را آرام نماید. شاید گفته شود که تایید دیگران به دو شیوه کاملا متفاوت برای ما اهمیت دارد. شیوه اول مادی است، چون بی توجهی جامعه می تواند با خود سختی و خطر جسمی به همراه داشته باشد. و شیوه روانی چون ثابت شده که کسب دوباره اعتماد به نفسمان بعد از اینکه دیگران از احترام گذاشتن به ما دریغ کردند غیر ممکن است. درباره بی‌توجهی فواید راهبرد فلسفی بهتر از هر موقع دیگری خود را به ما نشان می‌دهد، چون به جای اینکه به هر ذره‌ای از مخالفت یا بی‌توجهی اجازه دهیم به ما ضربه بزند، فلاسفه ما را دعوت می کنند که ابتدا عدالت رفتار دیگران را بیازماییم. تنها آن رفتاری اجازه دارد عزت نفس ما را خدشه‌دار کند که عمومی و صحیح است. ما باید همیشه این روند مازوخیستی را که در آن به دنبال تأیید دیگرانیم انکار کنیم. آن وقت ممکن است همانطور که عده خاصی ما را خار می شمارند، ما همانها را خار بشماریم و جای پای خود را در وضعیت مردم گریزی محکم کنیم. نمونه های این وضعیت در تاریخ فلسفه بسیار است. آرتور شوپنهاور نمونه بارز مردم گریزی فلسفی می گوید
وقتی از طبیعت سطحی و پوچ اندیشه های دیگران، تنگی نظرشان، پستی نیتهایشان، حقارت دیدگاه‌هایشان و تعداد خطاهایشان کاملاً آگاه می‌شویم، کم کم به چیزی که در سر آنها می‌گذرد بی‌تفاوت می‌شویم. آن وقت می‌بینیم که هر کسی بیش از حد برای نظر دیگران ارزش قائل شود، بیش از اندازه برای آنان احترام قائل است. او می‌گوید هیچ چیز سریع‌تر از نگاهی مختصر به خصوصیات حقیقی دیگران که به نظر او خیلی حیوانی و احمقانه اند نمی‌تواند میل ما را به اینکه آن دیگران ما را دوست بدارند اصلاح کند. تازه بدتر از آن، وقتی مردم بدذات نیستند، ساده و کودنند. شوپنهاور می‌پرسد آیا واقعاً باید نظرات چنین افرادی را جدی بگیریم؟ آیا باید همچنان بگذاریم رأی آنها نظر ما درباره خودمان را کنترل کند؟ و حتی اگر بتوانیم زمانی احترام آنها را به خود جلب کنیم، چقدر ارزش دارد؟ اگر گروهی از هزار موسیقیدانی را تشویق کنند، وقتی آن موسیقیدان بداند که به جز یک یا دو نفر آنها بقیه کر هستند، آیا باز هم احساس غرور می کند؟ مشکل این دیدگاه بصیرت بخش درباره انسانیت این است که دوستان زیادی برای انسان باقی نمی گذارد. دوست مردم گریز فلسفی شوپنهاور، چامفورت، به این نکته اعتراف می کند و می نویسد همین که تصمیم بگیریم فقط کسانی را ببینیم که با ما اخلاقی و پرهیزکارانه و منطقی و صادقانه رفتار می کنند بدون اینکه به عرفهای جامعه، خودبینی ها و تشریفات نگاه کنند، نتیجه این می شود که مجبوریم در زندگی کم و بیش خودمان باشیم و خودمان، و باید این تصمیم را بگیریم. در غیر این صورت سرانجام احمق، ضعیف یا نالایق می شویم. شوپنهاور هم به نوبه خود تسلیم سرنوشت شده و این احتمال را پذیرفت و اظهار کرد در این دنیا تنها انتخاب بین تنهایی و پستی وجود دارد. او باور داشت که باید به همه جوانان آموخت که چگونه با تنهایی خود کنار بیایند. هرچه مرد کمتر برای ارتباط با دیگران احساس نیاز کند، پایان بهتری در انتظارش است. خوشبختانه شوپنهاور پیشنهاد می کند هر کس پس از چند وقت که با عقل سلیم در جامعه کار و زندگی کند، باید همانقدر هم به همراهی گاه و بیگاه دیگران نیاز داشته باشد، همانطور که مدیر مدرسه نیاز به شرکت در بازی پسر بچه ها و بچه های پرسر و صدای اطرافش را دارد. با این حساب تصمیم به دوری از مردم حتما به این معنی نیست که هیچ علاقه‌ای به همراهی آنها وجود ندارد. ممکن است تنها بازتاب نارضایتی از چیزها یا کسانی باشد که در دسترس ما قرار دارند. به هر حال افراد عیبجو آرمانگرایانی هستند که استانداردهایشان بیش از حد بالاست. فلاسفه که از درون اتاقهای مطالعه دور از جامعهشان پند و اندرز می دادند، پیشنهاد کردند که نشانه های درونی آگاهی خودمان را دنبال کنیم، نه هر علامت تأیید یا نکوهش بیرونی را. اهمیتی ندارد که از نظر گروهی چگونه به نظر می رسیم، بلکه مهم این است که خودمان فکر کنیم چگونه هستیم. به قول شوپنهاور، هر سرزنشی تنها زمانی آزار دهنده است که کاملا درست باشد. هر کس که واقعا بداند لایق سرزنش نیست، می تواند با تحقیر در موردش رفتار کند و این کار را هم خواهد کرد. اگر بخواهیم این پند مردم گریزانه فلسفی را به گوش بیاویزیم، باید از وسواس‌های بچگانه حفظ موقعیت خود بگذریم. کاری که در هر صورت غیر ممکن است و کاری که در تئوری از ما می‌خواهد با هر کسی که زمانی در مورد ما فکری منفی داشته دوئل کنیم، یا آنها را بکشیم یا به دست آنها کشته شویم و در عوض رضایت داشته باشیم که ارزش خودمان را درک کرده ایم. راه حل دوم کاهش اضطراب موقعیت، هنر. هنر به چه کار می آید؟ این سوال در دهه 1860 ذهن بریتانیا را مشغول کرده بود و طبق گفته بسیاری از مفسران جواب این بود که هنر زیاد به درد نمی خورد، چون هنر نبود که شهرهای بزرگ صنعتی را ساخته، خطوط آهن را کار گذاشته، کانالها را حفر کرده، امپراتوری را گسترش داده و بریتانیا را سرآمد دیگر کشورها کرده بود.
در دوران انقلاب صنعتی در انگلستان، هنر و عملگرایی دائما در حال جنگ و جدال با یکدیگر بودند. موافقان عملگرایی استدلال می کردند که هنر نمی تواند کارخانه بنا کند، راه آهن بسازد یا برای ایجاد شهرهای جدید برنامه ریزی کند. آنها معتقد بودند که هنر باعث از بین رفتن آن دست از ویژگی های فردی می شود که در رسیدن به این دستاوردها کمک کننده هستند. همچنین اعتقاد داشتند که هنر می تواند آسیب پذیری، زن صفتی، انزوا طلبی و همجنسگرایی را در میان انسانها افزایش دهد. در مقابل طرفداران هنر ادعا می کردند که ممکن است هنر در ظاهر ارزش عملی کمی داشته باشد، اما می تواند راه حل‌های کارساز برای عمیق‌ترین ناآرامی‌ها و اضطراب‌های زندگی بشر ارائه کند. آنها همچنین معتقد بودند هنر به ما کمک می کند که از طریق آن مشکلات اجتماعی را نقد کنیم، اشتباهاتمان را دریابیم و درد و رنج بشر را بهتر درک کنیم. منظور این است که ما موجودات جایز الخطایی هستیم و به همین دلیل مسائل و اشتباهاتی در زندگیمان پیش می آید که قابل انتقاد است. از جمله همین رویکرد و نگاهمان به مقام و منزلت. متیو آرنولد معتقد بود که هنر می تواند انسان را برای فهم هوشمندانه تر و آگاهانه تر جهان راهنمایی کند. می توانیم رمان منسفیلد پارک نوشته جین آستین را به عنوان نمونه ای از یک چالش هنری برای سیستم منزلت در نظر بگیریم. در این رمان دختری جوان به نام فنی پرایس خانواده فقیر خود را رها می کند تا با خاله و شوهر خاله ثروتمندش که جایگاه اجتماعی ویژه‌ای نیز داشتند زندگی کنند با سر توماس و لیدی برترام. برخلاف برترام ها فنی نمی توانست فرانسوی صحبت کند. اطلاعات کمی در مورد علوم مختلف و جغرافیا داشت و آنها با او مثل یک ندیمه رفتار می کردند. با این حال در پایان رمان فنی را فردی میابیم که از نجابت و شرافت بسیار زیاد و فضیلت‌های فراوان برخوردار است و در مقابل سایر شخصیت‌های رمان که اتفاقاً القاب اشرافی داشتند و از جایگاه خاصی در جامعه برخوردار بودند درگیر نابسامانی‌های اخلاقی می‌شوند. به طور کلی اکثر رمان‌هایی که در قرن 19 و 20 میلادی نوشته شده است مانند رمان منسفیلد پارک نسبت به سیستم سلسله مراتبی آن دوران نگاهی انتقادی دارند. آنها به شخصیت‌هایی که جایگاه اجتماعی پایینی دارند مقام و موقعیتی بالاتر اعطا می‌کنند و نشان می‌دهند که حتی یک زن جوان فقیر هم می‌تواند انسانی پیچیده و با فضیلت باشد. آنها این نکته را گوشزد می کنند که اخلاق محدود به طبقه اجتماعی نیست و در نتیجه تعریفی جدید از ارجحیت و برتری ارائه می کنند. نقاشی ها نیز می توانند درک و تصور ما را از اینکه چه کسی یا چه چیزی در جامعه مهم است دچار چالش کنند. در قرن‌های گذشته طبق معیارهای هنری تعریف شده پسندیده نبود که نقاشان مردم عادی در حال انجام کارهای معمولی را به تصویر بکشند. این نوع آثار مانند نقاشی غذای بیمار که ژان باتیست شاردن در سال 1746 به تصویر کشیده بود به شکل طنامیزی نقاشی صحنه‌های خودمانی نامیده می‌شد و در مقایسه با نقاشی‌هایی که از وقایع تاریخی، پورتراها و مناظر کشیده می‌شدند در جایگاه بسیار کم اهمیتی از نظر هنری قرار می‌گرفتند. در نقاشی شاردن زنی را می‌بینیم که لباسی کاملاً پوشیده بر تن دارد و برای یک فرد بیمار تخم مرغ پوست می‌کند. اکثر منتقدان با دیدن آثار شاردن آزرده می‌شدند و از خود می‌پرسیدند که چرا شاردن با وجود این همه استعداد هنری تمام توجهش را صرف به تصویر کشیدن موضوعاتی می‌کند که چندان جذاب نیستند. شاید این دیدگاه که چون این نقاشی های اهداف سیاسی را دنبال می کردند کمی دور از ذهن به نظر برسد، اما واقعیت این است که آثاری از این دست که به زندگی روزمره مردم عادی می پرداختند با هدف براندازی دیدگاه های سلسله مراتبی در هنر و از بین بردن قضاوت های غلطی که در ذهن اکثر افراد جامعه نهادینه شده بود خلق می شدند.
به عنوان مثال، هنرمندانی مانند شاردن سعی می کردن تا این تصور را که لحظاتی که یک زن در خانه می گذراند چندان هیجان انگیز نیست و بنابراین هیچ ارزشی ندارد از بین ببرند. آرنولد در کتاب فرهنگ و آشوب با بررسی برخی از اتهاماتی که به هنر وارد شده بود شروع می کند و می گوید در نگاه بسیاری از افراد هنر چیزی بیش از زمادی خوشرایحه برای بدبختی های انسان نیست. دینی است که بوی رواج بیهودگی می دهد و معتقدانش را قانع می کند کاری به از ریشه کندن شیاطین نداشته باشند و معمولاً اینطور جمع بندی می شود که هنر چیزی عملی نیست یا آنطور که برخی منتقدان می گویند یک سره حرف پوچ است. اما آرنولد می گوید هنر در واقع بسیار فراتر از صرفاً یک زماد، بلکه پادزهری برای عمیق‌ترین تنش ها و اضطراب های زندگی است. هر اثر بزرگ هنری علامت آرزوی از بین بردن خطای انسانی، پاک کردن سردرگمی و کم کردن بدبختی انسان را بر خود دارد. درست همانطور که همه هنرمندان بزرگ لبریز از این آرزو هستند که وقتی جهان را ترک می کنند، آن را نسبت به چیزی که تحویل گرفته بودند به جایی بهتر و شادتر تبدیل کرده باشند. آرنولد بحث خود را با نظریه‌ای جمع‌بندی می‌کند که این بخش از کتاب بر اساس آن شکل گرفته است. او می‌گوید هنر منتقد زندگی است. از این جمله آرنولد چه می‌فهمیم؟ پیش از همه و شاید روشن‌تر از همه این را در می‌یابیم که زندگی پدیده‌ای نیازمند نقد است. چرا که ما این موجودات سقوط کرده همیشه در خطر عبادت خدایانی دروغین قرار داریم، در خطر شکست در شناخت خود و سوء برداشت از رفتار دیگران، در خطر اضطراب یا اشتیاقی بی حاصل و در خطر رها شدن در دل بیهودگی و اشتباه ها. بنابراین آثار هنری، رمان‌ها، اشعار، نمایش‌ها، نقاشی‌ها و فیلم‌ها به شکلی نهانی و فریبکارانه با شوخ طبعی یا جاذبه می‌توانند وسیله‌ای باشند برای توضیح وضعیت ما به خودمان، می‌توانند راهنمای ما به درکی صحیح‌تر، با داوری سالم‌تر و هوشمندانه‌تر از دنیا باشند. تاریخ هنر پر است از چالش‌های طعنه‌آمیز، خشمگین، شعرگونه، غمگین یا شاد برای نظام موقعیت. طبق تصویب نامه آکادمی فرانسوی هنرهای زیبا، قطعاً اینها چیزهایی نبودند که قرار بود یک هنرمند بزرگ بکشد. در سال 1648 که لویی 14 آکادمی را بنیان گذاشت، اعضای آن ژانرهای تصویری مختلفی را در سلسله مراتبی از اهمیت طبقه بندی کرده بودند. بالاترین رتبه از آن نقاشی‌های تاریخی بود که بوم‌هایشان شرافت یونان و روم باستان را نشان می‌داد یا داستان‌های اخلاقی انجیل را به تصویر می‌کشید. رتبه دوم را تصاویر پورتره، به خصوص پورتره‌های پادشاهان و ملکه‌ها داشت. رتبه سوم از آن مناظر و پس از آن چیزی بود که با بی‌اعتنایی نقاشی ژانر نامیده می‌شد. ترسیم صحنه‌هایی از زندگی افراد عادی. این سلسله مراتب هنری مستقیماً با سلسله مراتب اجتماعی دنیایی که پشت استودیوهای هنرمندان قرار می‌گرفت ارتباط داشت، جایی که پادشاهی که بر روی اسبش نشسته بود و املاکش را بررسی می‌کرد طبیعتاً برتر از زنی فرض می‌شد که با لباسی ساده تخم مرغ پوست می‌کند. اما در هنر شاردن تخریب دیدگاهی به زندگی خوابیده است که بتواند کار روزانه یک زن در خانه یا حتی تکه‌ای سفال کهنه زیر آفتاب را بی‌ارزش بداند. مارسل پروست می‌گوید شاردن به ما آموخته است که یک گلابی می‌تواند به اندازه یک زن لبریز از زندگی باشد، همانطور که یک کوزه به زیبایی سنگی ارزشمند است. تراژدی و کمدی نیز همواره از بهترین روش‌ها برای اعتراض و شکایت به شمار می‌روند. تراژدی سبکی ادبی و هنری است که از بدو پیدایش خود را وقف روایت بدون قضاوت و تمسخر شکست‌های بزرگ کرده است. هدف اساسی این سبک این بود که با توصیف داستان‌های دردناک با مردم همدردی کند و مفاهیم کلیشه‌ای درباره وظیفه، مسئولیت، شکست و برتری را به چالش بکشد.
کمدی یا طنز هم به ظاهر جنبه سرگرمی دارد، اما در باطن روشی برای انتقاد است که حقایق تلخی را به مخاطبان خود گوش زد می کند. کمدی به ما این امکان را می دهد که روشهای بهتری را برای برخورد با بی‌عدالتی و افرادگری افرادی که در رأس کارها قرار دارند در پیش بگیریم. البته ممکن است تصور کنید کارهای طنز نمی توانند چندان قدرت تأثیر گذاری داشته باشند، اما فقط کافی است نگاهی به تاریخ بیندازید و ببینید که برخی از رهبران در برابر بعضی شوخی ها چه واکنش هایی نشان دادند. به عنوان مثال در سال 1830 چارلز فیلیپون کاریکاتوریست یک مجله طنز را تأسیس کرد و در آن سر پادشاه فرانسه لویی فیلیپ را به شکل یک گلابی کشید. از آنجایی که کلمه پواغ در زبان فرانسه نه فقط به معنای گلابی بلکه به معنای احمق و کودن هم هست، چارلز با الهام از این نکته سعی کرد بی‌کفایتی و فساد پادشاه را به تصویر بکشد. بلافاصله پس از این اتفاق، پادشاه دستور دستگیری فیلیپون و توقف انتشار مجلهش را صادر کرد. او همچنین تمام نسخه های فروش نرفته مجله را از سراسر پاریس جمع آوری کرد. واضح است که فیلیپون به راحتی توانست لویی فیلیپ را عصبانی کرده و ضعف شخصیت او را برای همگان آشکار سازد. زیگموند فروید نیز در کتاب لطیفه و ارتباطش با ناخودآگاه می گوید لطیفه ما را قادر می سازد تا به ویژگی های مضحک و ناپسند افرادی که آزارمان می دهند اشاره کنیم. ویژگی هایی که به دلیل برخی موانع و محدودیت ها امکان بیان صریح و بی‌پرده آنها را نداریم. به عقیده او پیام های انتقادآمیز وقتی در قالب طنز مطرح شوند راحت تر مورد پذیرش قرار می گیرند تا زمانی که با جدیت بیان شوند. به همین دلیل است که طنز و لطیفه بهترین ابزار برای انتقاد از سلسله مراتب ها و مبارزه با اضطراب موقعیت به شمار می رود. تاریخ لطیفه های بسیاری را نشان می دهد که با هدف اصلاح فساد گروه های دارای موقعیت برتر و بیرون راندن آنها از قدرت و ریاکاری و دروغگویی گفته شده است. برای مثال در انگلستان اواخر قرن 18 رایج شد که زنان جوان ثروتمند کلاهگیس‌های بزرگ بر سر بگذارند. کاریکاتوریست ها که هجوم این گرایش آنها را اذیت می کرد فورا نقاشی هایی کشیدند که ابزاری امن برای تشویق این زنان بود تا سر عقل بیایند. پیامی که همانطور که فروید می گفت بیان صریح آن خطرناک بود، چون اغلب آن زنان کلاهگیس به سر صاحب زمین های بسیاری بودند یا با مردی ازدواج کرده بودند که زمین های بسیاری داشتند. در همین حین سبک جدیدی از شیر دادن به بچه در زنان سطح بالای جامعه رایج شد. گروهی از زنان که تا آن موقع هیچگاه ذهنشان را درگیر بچه هایشان نکرده بودند، حالا برای اینکه با مفاهیمی که به تدریج در مورد مادری رایج می شد هماهنگ شوند، اصرار داشتند به بچه هایشان شیر بدهند. زنانی که به زحمت می دانستند اتاق بچه در خانه‌شان کجاست، شروع کردند به بیرون آوردن مسررانه سینه هایشان، آن هم معمولاً در زمان بین نهار و شام. بار دیگر کاریکاتوریست ها قدم به میان گذاشتند و خواستار میان روی شدند. راه حل سوم کاهش اضطراب موقعیت، سیاست. هر جامعه‌ای در حالی که عده‌ای را محکوم می‌کند یا به عده‌ای بی‌توجه است، برای گروه خاصی از افراد عزت زیادی قائل می‌شود. این تقسیم بندی ممکن است بر اساس مهارت، لهجه، خلق و خوی، جنسیت، صفات جسمی، آبا و اجداد، مذهب یا رنگ پوست باشد. اما چنین معیار مستبدانه و کنترل‌گرایانه‌ای برای موفقیت و شکست به هیچ وجه ابدی یا جهانی نیست. ثابت شده است خصوصیات یا توانایی‌هایی که در یک مکان یا دوره معادل موقعیت برتر باشند به مرور بی اهمیت می‌شوند یا افراد دیگر به آن تمایلی ندارند. نگاهی به چند معیار منتخب در طول تاریخ درباره چیزهایی که جوامع مختلف در دوره‌های گوناگون به منزله رفتارهای محترمانه انتخاب کردند نظری جامع به ما می‌دهد.
الزامات موقعیت برتر در اسپارت، شبه جزیره یونان، 400 سال پیش از میلاد. محترمترین اعضای جامعه باستانی اسپارت مردانی بودند خشن با بازوانی بزرگ، نیرومند، با ولع جنسی فراوان، علاقه اندک به زندگی خانوادگی، بیمیل به کسب و کار و تجملات و مشتاق کشتن به خصوص کشتن آتنی ها در میدان نبرد. جنگجویان اسپارت هیچ وقت از پول استفاده نمی کردند، از سلمانی و تفریح دور می ماندند و اگر زن و بچه ای داشتند، احساساتی برایشان به خرج نمی دادند. برای چنین مردی بی‌آبرویی بود اگر در بازار دیده می شد. در واقع حتی اگر شمردن هم بلد بود، چون این کار نشانه ای از تمایل به تجارت به حساب می آمد، چندان پسندیده نبود. هر مرد اسپارتی باید از 7 سالگی مانند یک سرباز آموزش می دید. در سربازخانه غذا می خورد و می خوابید و تمرین های نظامی مربوط به میدان نبرد را مرور می کرد. ازدواج هم مانعی برای این قانون نبود. شوهر هم باید در سربازخانه زندگی می کرد، اگرچه اجازه داشت یک شب در ماه را با همسرش بگذراند تا نسلش را ادامه دهد. آنها نوزادان ضعیف و معلول را به کوهپایه ها می بردند تا همانجا از بین بروند. الزامات موقعیت برتر در اروپای غربی در فاصله سالهای 476 تا 1096 میلادی. در این دوران در بخش‌های زیادی از اروپا پس از سقوط امپراتوری روم غربی محترمترین افراد کسانی بودند که بر پایه زندگی و آموزه‌های عیسی مسیح رفتار می‌کردند. این قدیسان طبق نظر کلیسای کاتولیک از جذب نیروی ارتش دور می‌ماندند، هیچ وقت انسان دیگری را نمی‌کشتند و سعی می‌کردند حیوانات را نیز نکشند. قدیسان کالاهای مادی را کنار گذاشته بودند. هیچ اسب یا ملکی نداشتند. در آلونک‌های کاهگلی زندگی می‌کردند. میز و صندلی نداشتند و کف زمین می‌خوابیدند. این قدیسان تلاش می‌کردند همه احساسات جنسی خود را سرکوب کنند و به خاطر فروتنی جسمی شدیدشان شناخته شده بودند. الزامات موقعیت برتر در اروپای غربی در فاصله سالهای 1096 تا 1500 میلادی. پس از اولین جنگ صلیبی، نوبت شوالیه ها بود که تبدیل به تحسین شده ترین افراد جامعه اروپای غربی شوند. شوالیه ها از خانواده های ثروتمند می آمدند، در قلعه زندگی می کردند، روی تخت می خوابیدند، گوشت می‌خوردند و هیچ ایرادی در کشتن غیر مسیحی‌ها به خصوص مسلمانان نمی‌دیدند و وقتی از کشتن مردم فارغ می‌شدند توجهشان به حیوانات جلب می‌شد. آنها معمولاً با استفاده ماهرانه از شعر به زنان دربار ابراز عشق می‌کردند. به پول هم علاقه داشتند، مشروط بر اینکه این پول از زمین درآمده باشد نه از راه معامله. الزامات موقعیت برتر در انگلستان در فاصله سالهای 1750 تا 1890 میلادی. در انگلستان تا سال 1750 دانش نبرد دیگر پیش نیاز احترام نبود. مهمتر از آن دانش رقصیدن بود. حالا دیگر موقعیت تنها به نجیب زادگان تعلق داشت که زندگی راحتی داشتند و انتظار کاری بیش از نظارت بر مدیریت املاکشان از آنها نمی رفت. شاید سری هم به صنعت یا تجارت به خصوص با هند و هند غربی هم می زدند، اما به هیچ وجه به خودشان اجازه نمی دادند که با طبقه پست‌تر تاجران و صنعتگران درآمیزند. آنها باید خانواده هایشان را دوست داشته باشند و از اینکه بچه‌شان را در کوهپایه رها کنند تا بمیرد دوری می کردند. با این حال هیچ ایرادی نداشت که آنها در شهر معشوقه هایی داشته باشند. تأکید زیادی بر ترویج ظرافت می کردند و سستی خاصی در رفتارشان دیده می شد. مهم این بود که فرد از موهایش مراقبت کند و مرتب با آرایشگاه سر بزند. الزامات موقعیت برتر در برزیل در فاصله سالهای 1600 تا 1960 میلادی. در میان قبایل شمال غربی آمازون، بالاترین پله در نردبان اجتماعی از آن مردانی بود که بسیار کم حرف می زدند، چرا که باور بر این بود که پرحرفی باعث کم شدن نیرو می شود. آنها نمی رقصیدند و در بزرگ کردن بچه ها کمک نمی کردند.
بلکه اول از همه و مهمتر از همه در کشتن جگوارها مهارت داشتند. مردان موقعیت پایین فقط به ماهیگیری می پرداختند، اما افراد صاحب موقعیت برتر به شکار می رفتند و هر کس که یک جگوار را می کشت، دندان آن را به گردنش می آویخت و هرچه دندان جگوار بیشتری به غنیمت نگه می داشت، شانس بیشتری برای رئیس قبیله شدن پیدا می کرد. هیچ چیز به اندازه کمک کردن یک مرد به همسرش در درست کردن غذا برای مرد شرم‌آور نبود. اصولی که بر طبق آن موقعیت توزیع می‌گردد چیست؟ چرا در یک جامعه برای مردان نظامی دست می‌زنند و در جامعه دیگر برای صاحبان زمین؟ حداقل 4 جواب برای این پرسش‌ها وجود دارد. اعضای یک گروه می‌توانند با تهدید صدمه فیزیکی به دیگران موقعیت به دست آورند و در نتیجه به یک جمعیت زور بگویند و احترام آنها را جلب کنند. از سوی دیگر افراد مشخصی می توانند به خاطر تواناییشان در دفاع از دیگران، چه با توسل به زور، چه با حمایت از آنها و چه با در دست گرفتن کنترل غذا، آب و دیگر ملزومات اساسی زندگی موقعیت به دست آورند. در جایی که امنیت نباشد، مانند اسپارت باستان یا اروپای قرن 12، قدر جنگجویان شجاع و شوالیه‌های سوار بر اسب دانسته می شود. اگر جامعه به دنبال مواد مغذی باشد که تنها در گوشت حیوانی نادر پیدا می شود، مانند آمازون، این قاتلان جگوار هستند که احترام مردم را کسب می کنند. در مناطقی که زندگی بیشتر مردم به تجارت و فناوری پیشرفته وابسته است، مانند اروپا و آمریکای شمالی، کارآفرینان و دانشمندان تحسین می شوند. خلاف آن هم صحیح است. بخشی از جامعه که نمی تواند خدمتی مفید به دیگران ارائه دهد، بدون موقعیت می ماند. مانند مردان جنگجو در کشورهایی که مرزهای امن دارند یا شکارچیان جگوار در جوامع کشاورزی. همچنین ممکن است موقعیت برتر در اختیار افرادی قرار بگیرد که دیگران را با خوبی خود، استعداد جسمی، مهارت هنری یا خرد خیش تحت تأثیر قرار می دهند. همانطور که برای قدیسان در اروپای مسیحی و فوتبالیست ها در اروپای امروزی اتفاق می افتد. در نهایت ممکن است گروهی طوری ماهران از عدالت موجود در علت توزیع موقعیت صحبت کند که بار مسئولیت اخلاقی آن باعث شود تعادل موفقیت به نفع آنها به هم بخورد و دوباره توزیع شود. همانطور که عوامل تعیین کننده موقعیت برتر همیشه تغییر می کند، طبیعتاً علل اضطراب موقعیت هم با آن عوض می شود. ممکن است در یک گروه نگران توانایی من در پرتاب نیزه به سمت هدفی متحرک باشیم، در گروهی دیگر نگران توانایی من در میدان نبرد و در گروه سوم نگران ظرفیت من در فداکاری در راه خدا و باز در گروه چهارم نگران این باشیم که آیا ملزومات سود بردن در بازار سرمایه را داریم یا نه. برای کسانی که آرمان جامعشان آنها را مضطرب می کند یا زندگیشان را تلخ می سازد، تاریخ نکته اساسی و الهام بخش را آشکار می سازد. این که آرمانها در سنگ حک نشدند. ارزش‌های موقعیتی از مدت‌ها پیش تغییر کرده و باز هم در آینده تغییر می کند. کلمه ای که می توانیم برای این روند تغییر استفاده کنیم سیاست است. همیشه ممکن است گروه‌های مختلف با جنگیدن در نبردی سیاسی تلاش کنند نظام احترام جامعه خودشان را عوض کنند و در مقابل همه افرادی که در ترتیب اولویت‌ها حرفی برای گفتن دارند برای خودشان نجابت و احترام کسب کنند. با صندوق رأی‌گیری، تفنگ، شورش یا حتی گاهی کتاب، این احزاب سعی می کنند مفاهیمی را که چه کسی به راستی صاحب امتیازات و در پی آن موقعیت برتر است، تغییر دهند. دیدگاهی سیاسی درباره اضطراب مدرن موقعیت. اگر مهارت در شکار جگوار، رقصیدن، سوار اسب شدن یا تقلید از سبک زندگی مسیح دیگر دلیل کافی برای شناخته شدن در مقام فردی موفق نیستند، پس چه چیزی را میتوان بنیان آرمان موقتاً غالب غربی دانست که مردم بر اساس آن قضاوت میشوند و موقعیت به آنها اعطا میگردد؟
الزامات موقعیت برتر در لندن، نیویورک، لس آنجلس، سیدنی در سال 2004 میلادی. فرد موفق ممکن است مرد یا زنی از هر نژاد باشد که توانسته با دستاوردهای خودش و نه از راه ارثیه در یکی از بیشمار قسمت‌های دنیای تجاری از جمله ورزش، هنر و پژوهش‌های علمی پول، قدرت و شهرت به دست آورد. از آنجا که قرار است جوامع در عمل شایسته سالار باشند، موفقیت مالی الزاماً حق فردی است که آن را به دست آورده است. توانایی جمع آوری ثروت نشانه حداقل 4 فضیلت اساسی است: خلاقیت، شجاعت، هوش و مقاومت. داشتن یا نداشتن دیگر فضائل، مثلا فروتنی یا خداترسی، به ندرت توجه کسی را جلب می کند. این که موفقیت دیگر مانند جوامع گذشته به شانس، ثروت یا خدا نسبت داده نمی شود، بازتاب ایمانی دنیوی به قدرت اراده فردی است. شکست مالی هم همان ارزش ها را دارد و بیکاران همان شرمی را تجربه می کنند که ترس و بزدلی در دوره جنگ جویان نصیب فرد می کرد. در همین حین پول با خصوصیتی اخلاقی همراه شده است. همچنان که داشتن گردنبند جگوار در قبایل آمازون نوعی سبک زندگی کامیابانه و نشانه ارزش فرد بود، داشتن ماشین قدیمی زنگ زده یا خانه کلنگی هم می تواند نشانه نقص اخلاقی باشد. ثروت علاوه بر قولی که مبنی بر تأمین موقعیت برتر می دهد، به خاطر دسترسی به مجموعه بیکرانی از لوازم رفاه و تجملات رواج پیدا می کند. لوازمی که وقتی به نبودشان در زندگی نسل‌های گذشته فکر می‌کنیم، دلمان به حالشان می‌سوزد و به فکر فرو می‌رویم. هر قدر هم که چنین آرمان موقعیتی از دیدگاهی سیاسی به نظر طبیعی برسد، روشن است که این آرمان کار خود انسان هاست که به خاطر عواملی آشنا پا به عرصه وجود نهاده است. توسعه‌ای جدید که به اواسط قرن 18 برمی‌گردد. این دیدگاه سیاسی که به خوبی در نظر گرفته شده اضافه می کند که این آرمان گاهی ساده انگاشته می شود، بعضی اوقات نادلانه می شود و همیشه در حال تغییر است. هیچ جنبه ای از این آرمان مدرن، به خصوص به اندازه رابطه ای که از یک طرف بین ثروت و فضیلت و از طرف دیگر بین فقر و بی‌اعتمادی اخلاقی به وجود آورده، دقیق و موشکافانه بررسی نشده است. در کتاب نظریه طبقه مرفه، ترشتاین ویبلن ظهور ارزش مالی را در اوایل قرن 19 معیاری اصلی و معمولاً تنها معیاری در نظر می‌گیرد که در جوامع تجاری برای ارزیابی اعضای جامعه به کار می‌رود. او می‌گوید ثروت تبدیل شده است به اساس قراردادی عزت نفس برای داشتن هر گونه جایگاه معتبری در جامعه، به دست آوردن ثروت الزامی شده است. فرد برای آنکه از نام و آوازه خوبی برخوردار شود، ناگزیر باید از خودش ملک و دارایی داشته باشد. آن اعضایی از جامعه که زیر استاندارد نسبتاً بالای ثروت قرار می‌گیرند، از عزت نفس بالای دوستان خود رنج می‌برند و در نتیجه از عزت نفس پایین خود هم رنج خواهند برد. وبلن میگوید که در چنین جامعه‌ای تقریبا غیر ممکن است که فرد در چشم مردم هم فضیلت داشته باشد و هم فقیر باشد. حتی غیر مادی ترین افراد هم به دست آوردن ثروت را امری ضروری می‌دانند و برای فرار از رسوایی دارایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند و اگر نتوانند این کار را بکنند، احساس اضطراب می‌کنند و خود را شایسته سرزنش می‌دانند. بر این اساس مطلوب آن است که مقدار زیادی کالای مادی در اختیار داشته باشیم، نه صرفاً به خاطر آنکه چون این کالاهایی نوعی لذت درونی در ما ایجاد می کنند، بلکه به این خاطر که برای ما آبرو می آورند. وقتی آدم سمیت این موضوع را در کتاب ثروت ملت‌ها بررسی می کرد، با کنایه گفت که در جوامع مدرن و مادی، چیزهای بیشماری که بدون شک از منظر بقای مادی غیر ضروری بودند، عملاً جزء ضروریات شناخته می شوند. صرفاً به این خاطر که هیچ کس بدون آنها محترم دانسته نمی شود و در نتیجه نمی تواند بدون داشتن آنها از نظر روانی زندگی راحتی داشته باشد.
از زمان اسمیت، اقتصاددانان تقریباً همگی این نظریه را پذیرفتند که چیزی که بهتر از همه شرایط فقرا را به تلخی تعریف می کند، چندان به رنج جسمی آنها مرتبط نیست، بلکه بیشتر مربوط به شرمی است که از واکنش‌های منفی مردم به وضعیتشان احساس می کنند. در کتاب جامعه متمول، گالبرایت با احترام به اسمیت می گوید، مردم زمانی احساس فقر می کنند که درآمدشان حتی اگر برای بقا کافی باشد کمتر از درآمد متوسط جامعه است. آنگاه دیگر نمی توانند چیزهایی را که جامعه بزرگتر برای نجابت ضروری می داند داشته باشند و بنابراین نمی توانند از زیر نگاه جامعه بزرگتر که با آنها به چشم نانجیب نگاه می کند فرار کنند. این مفهوم که نجابت به ثروت وابسته است و نانجیبی به فقر، نقطه کانونی یکی از شکایت‌ها علیه آرمان موقعیت مدرن است. منتقدان این نظام می‌پرسند چرا باید ثروت و فقر نشانه‌های خطاناپذیر اخلاقیات انسانی دانسته شوند؟ آنطور که برمی‌آید دلیل این مسئله چندان ناشناخته نیست. خود عمل پول درآوردن ناشی از فضایل فرد است. کار کردن در هر شغلی و ماندن در آن شغل نیازمند هوش، انرژی، آینده نگری و توانایی همکاری با دیگران است. هرچه شغل فرد پرمنفعت تر باشد، نیازمند لیاقت بیشتری است. وکلا و جراحان نه تنها درآمد بیشتری از رفتگران دارند، معمولاً باید تلاش پایدارتر و مهارت بیشتری هم در کار داشته باشند. اگر اجازه دهیم قوه تخیلمان کمی از اینجا فراتر برود، به سادگی میتوان فرض کرد که پشت مالکیت قایق بادبانی، قصر باشکوه و جواهرات، رفتاری به شدت خوب و مجموعی از فضایل خوابیده است. نماد موقعیت شیعی گران قیمت که مایه افتخار صاحبش است، بر این مفهوم استوار شده که در اختیار داشتن گران قیمت ترین کالاها، ناچار نیازمند بهترین خصوصیات یک شخصیت است. جورج برنارد شاو در کتاب راهنمای زن باهوش به سوی سوسیالیسم و سرمایه داری این طور جمع‌بندی می‌کند که جوامع سرمایه داری مدرن ابزارهای بی‌احساسی را برای تعیین سلسله مراتب اقتصادی انتخاب کردند. نظامی که نظر اصلیش این بود که اگر بگذاریم هر کس هر قدر می‌تواند به روش خودش پول درآورد و فقط قانونی بگذاریم که جلوی خشونت خام و کلاهبرداری مستقیم را بگیرد، ثروت به صورت خود به خود با توجه به ابتکار، هوشیاری و در کل فضیلت شهروندان تقسیم و توزیع می شود. افراد خوب ثروتمند می شوند و افراد بد فقیر. شاو نمی خواست خود را با آن آدم های احساساتی چپ یا راست همراه کند که دوست داشتند در جامعه ادعا کنند که همیشه آدم های خوب فقیر می شوند و آدم های بد ثروتمند، چرا که این حرف هم قانونی بود که به اندازه جبهه مخالفش ساده انگارانه می نمود. در عوض او سعی می کرد خوانندگانش را به فکر وادارد که افرادی که اخلاقیات دیگران را بر اساس درآمدشان قضاوت می کنند چه فکر محدودی دارند و چقدر شرافتمندانه تر خواهد بود که نتایجی را که ممکن است از اختلاف میزان ثروت برآید در نظر بگیریم. همانقدر که بعدها شاو در به چالش کشیدن نظریات شایسته سالاران مصمم بود، جان راسکین در مقاله به سوی این واپسین در سال 1862 با عباراتی به شدت طعن‌آمیز نتیجه ای را طی 4 دهه مواجهه با صدها نمونه در کشورهای مختلف درباره شخصیت افراد ثروتمند و فقیر گرفته بود بیان کرده است. راسکین می گوید، به طور کلی افرادی که ثروتمند می شوند، پوشا، ثابت قدم، مفتخر، طماع، چالاک، روشمند، عاقل، فاقد قوه تخیل، بی‌عاطفه و نادانند. افرادی که فقیر باقی می مانند، همون اشخاص کاملا احمق، خردمند، تنبل، بی‌پروا، فروتن، با ملاحظه، کودن، خیالاتی، احساساتی، لاابالی، شرور، رزل، دست و پاچولفتی، دوست ها و همان افرادی هستند که عدالت و رحمی کاملا خداگونه دارند. به عبارت دیگر طبق تجربه راسکین، هیچ طبق بندی برای افرادی که ثروتمند یا فقیر شدند وجود ندارد.
این یعنی همان پیامی که اولین بار عیسی مسیح بیان کرده، به این معنا که حق نداریم آبروی افراد را بر اساس درآمدشان بسنجیم. این مجموعه ای از وقایع بیرونی و خصوصیات درونی فرد است که باعث می شود شخصی ثروتمند شود و دیگری نیازمند، که در میان آنها شانس و شرایط محیط، بیماری و ترس، تصادف و تربیت دیر هنگام، زمانبندی خوب و بخت بد قرار دارند. سه قرن پیش از شاو و راسکین، میشل دو مونتنی به همین شکل بر اهمیت عوامل تصادفی در تعیین نتیجه زندگی تاکید کرده بود. او به ما توصیه می کرد که شانس طبق اراده خودش نقش مهمی در اتهای بزرگی به ما ایفا می کند. مونتنی میگوید من بارها دیدم که شانس جلوتر از شایستگی حرکت می کند و گاهی خطی بزرگ بر روی شایستگی می کشد. اگر از موفقیت ها و شکست های خود حسابرسی بی‌طرفانه ای کنیم، باعث می شود همزمان هم کمتر به خودمان افتخار کنیم و هم کمتر از خود خجالت بکشیم، چرا که درصد بالایی از اتفاقاتی که برای ما می افتد نتیجه کارهای خودمان نیست. مونتنی ما را وامی دارد که وقتی افراد قدرتمند و ثروتمند را می‌بینیم، افسار هیجاناتمان را در دست بگیریم و تمایل خود را به قضاوت افراد فقیر و گمنام کنترل کنیم. بیانیه‌ای در سه بند تمام چالش‌هایی را که پیش پای آرمان شایسته سالارانه تجاری قرار دارد، جمع‌بندی می‌کند. اول اینکه ما دست از سرمایه گذاری مفاهیم اخلاقی بر روی پول که ظاهراً به صورت تصادفی توزیع می شود برداریم. دوم اینکه روابط اصولی را که معمولاً بین ثروت و فضیلت برقرار می شود قطع نماییم. و سوم پیش از آن که شروع به اندازه گیری همتایانمان کنیم، حداقل مطمئن شویم که قد بلندترها از روی چوب پاهایشان پایین آمدند و کوتاهترها درون حفره نایستادند. آرمان مدرن علاوه بر رابطه‌ای که بین پول درآوردن و خوب بودن ترسیم می‌کند، ارتباط دیگری هم بین پول و خوشبختی به وجود می‌آورد. این رابطه بر سه فرض استوار است. فرض اول این که تشخیص چیزی که باعث خوشبختی ما شود کار چندان سختی نیست. درست مثل بدن ما که می داند برای سالم ماندن به چه چیزی نیاز دارد. از این رو مثلا وقتی کمبود قند داریم ما را به سمت شیرینی می برد. بنابراین نظریه می توان به ذهن خود تکیه کرد و به سمت چیزی رفت که ما را به مثابه انسانی کامل شکوفا می کند. بنابراین ذهن ما طبیعتاً ما را به سمت شغل ها و پروژه های مشخصی می کشاند. دوم این که محدوده گسترده احتمالات شغلی و کالاهای مصرفی در تمدن مدرن را نادیده می گیرد و آن را صرفاً نمایشی بیمزه و بی اثر می داند که مسئول برآورده کردن آرزوهایی است که ارتباط چندانی به رفاه ما ندارد، نه مجموعی از پتانسیل ها و محصولاتی که برخی از مهمترین نیازهای ما را ارضا می کنند. سوم این که طبق باور عمومی هرچه بیشتر پول داشته باشیم از عهده خرید کالاهای بیشتر و استفاده از خدمات فراوان برمی آییم. در نتیجه شانس بیشتری برای خوشبختی پیدا می کنیم. ژان ژاک روسو در کتاب مبحثی در باب ریشه بی‌عدالتی در سال 1754 میگوید هر قدر هم فکر کنیم ذهنی مستقل داریم، در کشف نیازهای خود به طرز خطرناکی بی‌عرضه‌ایم. روح ما به ندرت نیازهای خود را برای رسیدن به کمال به درستی بیان می کند و وقتی که موفق می شود چیزی را زمزمه کنان به ما برساند، درخواستش به نظر ما بی منطق و متناقض می آید. روسو به جای اینکه ذهن را با بدنی مقایسه کند که مطمئن است چه چیزی برای سلامتیش خوب است، توجه ما را به بدنی جلب می کند که وقتی به آب نیاز دارد همیشه شراب می خواهد و وقتی که باید روی تخت دراز بکشد اصرار دارد که به رقصیدن ادامه دهد. او می گوید ذهن ما مستعد تأثیر پذیرفتن از صداهای بیرونی است که به ما بگویند برای رضایت خود چه باید بکنیم. صداهایی که شاید جلوی صداهای ضعیف ذهن را بگیرند و حواس ما را از وظیفه محتاطانه و پرمشقت تعیین دقیق اولویت‌هایمان پرت کنند.
به گفته روسو در وضعیت طبیعی که مردم در جنگل‌ها زندگی می‌کردند و هرگز وارد مغازه نشده و روزنامه نخوانده بودند، مردان و زنان بهتر خودشان را می‌شناختند و به خصوصیات اساسی‌تری از یک زندگی شاد تمایل داشتند. عشق به خانواده، احترام به طبیعت، شگفتی از زیبایی‌های جهان، کنجکاوی درباره دیگران و علاقه به موسیقی و سرگرمی‌های کوچک. به گفته این فیلسوف، تمدن تجاری مدرن بود که ما را از این وضعیت بیرون کشید و در این دنیای بزرگ با حسادت و تمنا و رنج رها کرد. برای کسانی که می‌خواهند این حرف‌ها را رویاهای رمانتیک نویسنده‌ای روستایی تفسیر کنند که بی‌دلیل از مدرنیته رنجیده است، باید بگوییم که اگر قرن 18 به مباحث روسو توجه کرده، تا حدودی به خاطر این بوده که نمونه کاملی از حقیقت آشکاری که او بیان کرد، در سرنوشت ساکنان بومی آمریکای شمالی پیش رویشان قرار داشت. اخباری که از جامعه بومی آمریکای پیش از قرن 16 به دست ما رسیده، آن را جامعه‌ای توصیف کرده که از نظر مادی سطح پایین، اما از نظر فرهنگ و روانشناسی سطح بالایی داشته است. جوامع کوچک، صمیمی، تساویگرا، مذهبی، بازیگوش و نظامی بودند. قطعاً سرخپوست‌ها از نظر تجاری و مالی در سطح پایینی قرار داشتند. قوت غالبشان میوه‌جات و حیوانات وحشی بود. در چادرهای مخروطی می‌خوابیدند و دارایی‌های کمی داشتند. هر سال همان پوستین و کفش را می‌پوشیدند. حتی رؤسای قبایل هم چیزی بیش از یک نیزه و چند دیگ نداشتند. اما مشهور است که در عین سادگی میزان خوشایندی از رضایت هم در آن جوامع وجود داشت. اما ظرف چند دهه پس از رسیدن اولین اروپایی ها، نظام موقعیتی جامعه بومیان آمریکا پس از برخورد با محصولات فناوری و صنعت اروپایی ها زیر و رو شد. چیزی که اهمیت داشت دیگر خرد یا درک فرد از قوانین طبیعت نبود، بلکه مالکیت او بر اسلحه، جواهرات و ویسکی بود. حالا سرخپوست‌ها به دنبال گوشواره‌های نقره، دستبندهای مسی و برنجی، انگشترهای حلبی، گردنبندهایی از شیشه ونیزی، تفنگ، الکل، کتری، مهره، کجبیل و آینه بودند. این اشتیاق‌های جدید خود به خود رشد نکردند. تاجران اروپایی عمدن آرزوی این چیزها را در دل سرخپوست‌ها می‌پروراندند تا آنها را تشویق کنند پوست حیواناتی را که در بازارهای اروپا خریدار داشت تأمین نمایند. اروپایی‌ها تجملاتی را به سرخپوستان معرفی کردند که باعث شد خواسته‌هایشان چند برابر شود و کاری کردند که هزاران چیزی را بخواهند که پیش از این حتی در خواب هم نمی‌دیدند. متاسفانه هر قطر هم که سرخپوستان هزاران چیز را از ته دل می‌خواستند، ظاهراً باعث نمی‌شد چندان خوشبخت تر شوند. بدون شک آنها داشتند بیش از پیش کار می‌کردند. مثلا بین سالهای 1739 تا 1759 2000 جنگجوی قبیله چروکی تقریباً 1,250,000 آهو را برای تأمین نیازهای صادراتی کشتند. در طول همین مدت سرخپوست‌های اینو سالیانه بین 12,000 تا 15,000 پوست حیوان به تجار فرانسوی و بریتانیایی می‌دادند. با اینکه حجم معاملات بیشتر می‌شد، کیفیت زندگیشان بهتر نمی‌شد. آمار خودکشی و اعتیاد به الکل افزایش یافت. جوامع از هم پاشیدند و قبیله‌ها بر سر غنایم اروپایی با یکدیگر می‌جنگیدند. رؤسای قبایل نیازی به نظر روسو نداشتند تا بفهمند چه اتفاقی افتاده است، اگرچه ندانسته با استدلال او موافق بودند. رؤسای قبایل از سرخپوست‌ها می‌خواستند که اعتیادشان به تجملات اروپایی را کنار بگذارند، اما دیگر کار از کار گذشته بود. سرخپوست‌ها که از نظر ساختار روانشناسانه فرقی با دیگر انسان‌ها نداشتند، به راحتی گول صدای زنگوله‌های تمدن مدرن را می‌خوردند و دیگر به ندای آرام درونیشان که از خوشی‌های کوچک جوامع و زیبایی دره‌ها در غروب آفتاب صحبت می‌کرد، گوش نمی‌دادند. طرفداران جامعه تجاری همیشه یک جواب برای کسانی که با بومیان آمریکا احساس همدردی می‌کرد و هر کس دیگری که از اثرات مخرب اقتصاد پیشرفته شاکی بود داشتند.
می گفتند هیچ کس سرخ پوستان را مجبور نکرده بود که گردنبندهای شیشه‌ای، کتری، مهره، کجبیل یا آینه بخرند. هیچ کس جلوی آنها را نگرفته بود که در چادرهای مخروطی زندگی کنند و آرزوی خانه‌های چوبی با ایوان و سرداب را در سر بپرورانند. سرخپوستان روش‌های هوشیارانه و ساده خودشان را به اختیار رها کردند که خود می‌تواند نشان دهنده این باشد که شاید زندگی آنها با آن شیرینی‌ها که می‌گویند نبوده است. این دفاعیه مانند دفاعیه شرکت‌های تبلیغاتی مدرن و ویراستاران روزنامه‌هاست. کسانی که می‌خواهند بگویند آنها مسئول تشویق وسواس‌های بی‌مورد مردم در مورد زندگی افراد مشهور، تغییر مد روز یا مالکیت محصولات جدید نیستند. آنها صرفاً برای هر کسی که علاقه‌مند است اطلاعاتی مربوط به این موضوعات ارائه می‌دهند. متاسفانه آنها دارند بیش از حد تواضع به خرج می‌دهند. نگاهی به آمار سرعت تأثیر تبلیغات بدنامی آنها را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که زندگی روند جایگزینی یک استراب با استرابی دیگر و یک خواسته با خواسته دیگر است. این به آن معنی نیست که نباید تلاش کنیم تا بر استراب‌های من چیره شده یا خواسته‌های من را برآورده سازیم، بلکه به این معنی است که شاید بهتر باشد تلاش‌های من را با آگاهی از این مسئله پیش ببریم که اهداف ما نمی‌توانند مو به مو عملی شوند. ماشین جدیدمان، مانند تمام شگفتی‌های دیگری که تاکنون در زندگی داشته‌ایم، به زودی در پس‌زمینه مادی زندگی محو می‌شود تا آنکه شبی دزدی خدمتی متناقض به ما می‌کند و شیشه ماشین را برای دزدیدن ضبط می‌شکند و در میان این شیشه‌های شکسته به خاطرمان می‌آورد که چه چیزهایی داریم که باید قدردانشان باشیم. ما همچنین تمایل داریم که جاذبه‌های بعضی مشاغل را اشتباه برداشت کنیم. صرفاً چون بسیاری از نقص‌های آن شغل توصیف نمی‌شود و فقط نکات قوت آن باقی می‌ماند. ما از نتایج کار آگاهیم، نه از مراحل سختی که برای رسیدن به آن باید طی کنیم. بسیار تلخ و زننده به نظر می‌رسد که وقتی نمی‌توانیم دست از حسادت برداریم، مجبوریم بیشتر زندگی خود را صرف حسادت به چیزهای اشتباهی کنیم. شاید آن بخش از جامعه غربی که موفق تر از همه موقعیت خود را طی قرن بیستم تغییر دادند، زنان باشند. این نیازمند بینشی عمومی به سمت رشد آگاهی سیاسی است، به طوری که عده زیادی از آنها احساس کردند باید جایگاهشان در سلسله مراتب را زیر سوال ببرند. کتاب اتاقی از آن خود اثر ویرجینیا وولف با توصیف بازدید نویسنده از دانشگاه کمبریج در پاییز شروع می شود. در حین این بازدید او تصمیم می گیرد سری به کتابخانه کالج تسلیس بزند و نگاهی به کتابهای آن بیندازد. هرچند همین که خواست وارد شود، آقای مهربان، میانسال و ناراضی ظاهر شد و با صدای آرام و خجالت زده گفت که خانم‌ها تنها در صورت همراهی یکی از همکاران مردشان یا در دست داشتن معرفی نامه اجازه ورود به کتابخانه را دارند. وولف به یکی از محکمترین ستونهای نگهدارنده موقعیت پایین‌تر زنان برخورد کرد، یعنی محرومیت از حقوق برابر در تحصیلات عالی. زنان بسیاری در مواجهه با وضعیت مشابه احساس ناراحتی می‌کردند، اما تعداد کمی از آنها ممکن بود پاسخی سیاسی به این توهین بدهند. در عوض بیشتر آنها خودشان، طبیعت و یا خداوند را سرزنش می‌کردند، هر چیزی را به جز ساختار اجتماعی که باعث چنین محرومیتی بود. به هر حال زنان هیچ وقت در تاریخ حقوق برابر آموزشی نداشتند. مگر پزشکای مشهور بسیاری در بریتانیا و همچنین بسیاری از سیاستمداران به ضعف مغز زنان اشاره نکرده بودند که احتمالاً نتیجه اندازه کوچکتر جمجمه زنان است؟ پس دیگر زن چه حقی دارد که انگیزه آقا را در راه ندادن او به کتابخانه زیر سوال ببرد، به خصوص وقتی که این کار را با عذرخواهی و لبخندی مؤدبانه انجام داده باشد؟ اما این زن به خصوص را نمی شد به سادگی ساکت کرد.
او که نمونه عالی از جنبش های سیاسی بود، از خود نپرسید که مشکل من چیست که اجازه ورود به کتابخانه را ندارم، بلکه پرسید مشکل مسئولان کتابخانه چیست که نمیگذارند من وارد کتابخانه شوم. وقتی نظریه یا اصلی قانونی طبیعی در نظر گرفته شود، مسئولیت هر رنجی که در پیان می آید الزاماً یا بر عهده خود طرف آسیب دیده است یا بر عهده هیچ عامل مشخصی نیست. اما دیدگاه سیاسی به فرد معترض اجازه می دهد فرض کند که شاید خطا از آرمان است، نه از چیزی در خصوصیات شخصیتی خودش. به جای اینکه با شرم از خود بپرسد مشکل من زن بودنم است، تیر پوست بودنم است، بی پول بودنم است، تشویق می شود به اینکه بپرسد چه چیزی در مورد دیگر کسانی که به ما اهانت می کنند اشتباه، ناعادلانه یا غیر منطقی است. به علاوه این سوال برای متهم کردن کسانی که بی گناهند پرسیده نمی شود، بلکه برای شناخت این حقیقت پرسیده می شود که در اصول، ایده ها و قوانین بیش از آن حماقت و سوگیری وجود دارد که بتوان آنها را دیدگاهی طبیعی دانست. ولف در مسیر بازگشت به هتلش در کمبریج پا را از صدمه‌ای که دیده بود فراتر گذاشت و جایگاه کلی زنان را در نظر گرفت. او می گوید فکر کردم که فقر چه تأثیری در ذهن می گذارد و ثروت چه تأثیری در آن دارد. فکر کردم که چقدر ناخوشایند است که از امنیت و کامیابی یک جنسیت بیرون گذاشته شوی و در فقر و ناامنی جنسیت دیگر اسیر گردی. او شروع کرد به فکر کردن درباره الگوی زنانگی که با آن بزرگ شده بود و کم کم با آن شک کرد. تصویر زنی که همیشه بسیار جذاب و کاملا متواضع بود. او در هنرهای دشوار زندگی خانوادگی نظیر نداشت. هر روز خود را قربانی می کرد. اگر مرغی در کار بود، پای مرغ به او می رسید. به طور خلاصه جزئی از یک کل شده بود که هیچگاه از خودش ذهن یا آرزویی پیدا نمی کرد، بلکه ترجیح می داد همیشه با اذهان و آرزوهای دیگران هم دردی کند. بعدها وقتی به لندن بازگشت به پرسیدن ادامه داد. چرا مردها شراب می نوشیدند و زنها آب؟ چرا یک جنسیت اینگونه کامیاب بود و دیگری اینگونه فقیر؟ ولف که می خواست ببیند چه چیزی در این تجربیات مطیع سازی زنان شخصی بود و چه چیز تصادفی، به کتابخانه بریتیش رفت که زنان از دو دهه پیش اجازه ورود به آن را یافته بودند و شروع کرد به تحقیق درباره رفتار مردان در برابر زنان در آثار مختلف. او به مجموعی از تعصبات و حقایق بی اساس شگفت‌انگیزی برخورد که کشیش‌ها، دانشمندان و فلاسفه با قدرت بیان کرده بودند. گفته بودند که زنان به فرمان خدا پست‌ترند، اساساً نمی‌توانند کسب و کاری را اداره کنند، ضعیف‌تر از آنند که پزشک شوند و در دوران قاعدگیشان نمی‌توانند با ماشین‌آلات کار کنند یا در پرونده‌های قضایی بی‌طرف بمانند. ولف فهمید که پشت تمام این خفت و خاری ها مسئله پول خابیده است. زنان از هیچ نوع آزادی، از جمله آزادی روحی برخوردار نبودند چون کنترلی بر درآمدشان نداشتند. او نوشته است زنان همیشه فقیر بودند، نه فقط در 200 سال گذشته بلکه از آغاز هستی. زنان از پسران برده های آتنی هم آزادی فکری کمتری داشتند. مباحثه ولف با مجموعه از خواسته های سیاسی دقیق برای زنان جمع‌بندی می شود. از جمله در پایین ترین وضعیت، کرامت، حقوق آموزشی برابر، درآمد 500 پوند در سال و اتاقی از آن خودشان. راه حل 4 کاهش اضطراب موقعیت دین. در رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر تولستوی، قهرمان داستان مدت‌ها پیش عشق به همسرش را از دست داده، از فرزندانش بی‌خبر است و هیچ دوستی ندارد به جز کسانی که بتوانند پیشرفتی در کارش به وجود بیاورند یا جایگاه‌های رفیعشان کمی از افتخار آنها را نصیب او کند. ایوان ایلیچ قاضی دادگاه عالی است، مردی به شدت نگران موقعیت خود.
او در سن پترزبورگ زندگی می کند. در آپارتمانی بزرگ که مطابق مد روز تزیین شده و گاه و بیگاه مهمانی های شامی برگزار می کرد که هیچ حرف گرم یا صمیمانه‌ای در آنها زده نمی شد. او مقامش را بیشتر به خاطر احترامی که برایش به ارمغان می آورد دوست داشت. تولستوی زندگی این قاضی را در یک جمله جمع‌بندی می کند. لذتی که ایوان ایلیچ از کارش می برد، لذت افتخار بود و لذتی که از جامعه می برد، لذت بتالت. اما لذت واقعی را از ورق بازی می برد. ایوان در 45 سالگی دردی در پهلویش حس می کند که به تدریج در تمام بدنش پخش می شود. پزشکان نمی توانند بیماری را تشخیص دهند. از بزرگی کبد و بالا بودن سطح نمک در بدن حرف می زنند و مجموعه ای از داروهای گران و بیفایده را برایش تجویز می کنند. به زودی ایوان آنقدر خسته می شود که دیگر نمی تواند سر کار برود. روده هایش طوری می سوزد که انگار آتش گرفته و اشتهایش را برای غذا و مهمتر از آن برای ورق بازی از دست می دهد. کم کم ایوان و اطرافیانش متوجه می شوند که چیزی تا مرگ او باقی نمانده است. از قضا این مسئله چندان هم بین همکاران ایوان ناخوشایند نیست. آنها به ترفیع و افزایش حقوقشان فکر می کنند. این خبر برای خانواده ایوان ایلیچ کمی سخت تر است. زنش اگرچه چندان از مرگ ناگهانی وی ناراحت نیست، اما دلواپس مقدار حقوق بازنشستگی اوست. دختر اجتماعیشان می ترسد که نکند خاک سپاری پدرش با مراسم ازدواج او تداخل پیدا کند. ایوان که تنها چند هفته فرصت دارد متوجه می شود که وقتش را در این دنیا هدر داده و یک زندگی اگرچه ظاهراً محترمانه اما در باطن بی ثمر داشته است. او دوران بچگی، تحصیلات و کارش را مرور می کند و متوجه می شود که هر کاری تا به حال کرده با این انگیزه بوده که در نظر دیگران مهم بیاید. او علایق و احساسات خودش را به خاطر تأثیر گذاشتن در افرادی که حالا متوجه شده کمترین اهمیتی به او نمی دهند قربانی کرده است. یک بار در حالی که از درد روی تخت دراز کشیده بود به این فکر افتاد که شاید آن انگیزه های مبهمی که همیشه سرکوبشان کرده بود دقیقاً چیزی باشد که اهمیت دارد و تمام چیزهای دیگر غیر واقعی‌اند. مسئولیت رسمی او، روش زندگیش، خانواده‌اش، ارزش‌هایی که به خاطر مردم جامعه و حرفه‌اش به آنها چسبیده بود، شاید همه اینها چیزهای غیر واقعی بودند. پشیمانی ایوان از اینکه زندگی کوتاهش را برباد داده است به او می‌فهماند که اطرافیانش تنها عاشق موقعیت او هستند، نه خدا آسیب پذیر واقعیش. او به سبب قاضی بودن، پدری ثروتمند بودن و رئیس خانه بودن احترام دیگران را جلب کرده بود. اما حالا که دارد همه این دارایی‌ها را از دست می‌دهد، در کمال رنج و وحشت دیگر نمی‌تواند به عشق کسی تکیه کند. چیزی که بیش از همه ایوان ایلیچ را عذاب می‌داد این بود که هیچ کس آنطور که می‌خواست به او عشق نمی‌ورزید. دلش می‌خواست مانند بچه‌ای بیمار برایش دل بسوزانند، نوازشش کنند، او را ببوسند و برایش گریه کنند. می‌دانست چون این چیزی غیر ممکن است، اما با این همه این چیزی بود که از ته دل می‌خواست. وقتی ایوان نفس آخرش را می‌کشد، دوستنماها برای ادای احترام به مراسم خاکسپاری‌اش می‌آیند. هرچند تمام مدت زیر لب درباره به هم ریختن برنامه ورق بازیشان قرولند می کنند. منظره صورت موم مانند و بیروه ایوان در تابوت کافی است تا همکارش پیتر به این فکر کند که مرگ روزی برای او هم اتفاق خواهد افتاد. مرگ سرنوشتی است که می تواند همه مفاهیم را کنار بزند، حتی آن منطقی را که به او اجازه می دهد بیشتر وقتش را با ورق بازی بگذراند. پیتر لحظه ای وحشت زده شد، اما با این فکر ساده نجات پیدا کرد که همه اینها برای ایوان ایلیچ اتفاق افتاده است، نه برای او. این اتفاقات نمی تواند و نباید برایش بیفتد و اگر قرار باشد به چنین احتمالی اهمیت بدهد، در افسردگی غرق خواهد شد. مرگ ایوان ایلیچ نمونه ای از سنت مرگ را به خاطر بیاور در مسیحیت است.
این کتاب نشان می‌دهد چگونه فکر مرگ می‌تواند اولویت‌های ما را از مسائل دنیوی به مسائل اخروی تغییر دهد، از ورق بازی و مهمانی‌های شام دور کند و به سمت حقیقت و عشق ببرد. درک عمیق تولستوی از این پدیده در تجربه شخصی او ریشه داشت. او چند سال پیش از نوشتن ایوان ایلیچ، پس از اینکه از میرایی خود آگاهی یافت، عمیق‌ترین نگرانی‌های خیش را زیر سوال برد. تصمیم گرفت روزهای باقی مانده از زندگیش را به یادگیری آموزه‌های عیسی مسیح بگذراند. هر برداشتی که از راه حل به خصوص مسیحی تولستوی داشته باشیم که در برخورد با بحران معنا پیدا کرده بود، اما می‌بینیم که سفر دودلی‌هایش از مسیری آشنا می‌گذرد. این مسیر نمونه است که چگونه فکر مرگ همچون راهنمایی به سوی روش زندگی اصلی و مهمتر عمل می‌کند. اما بیماری جسمانی دقیقاً چطور میتواند به ما کمک کند تا از نگرانی افراطی‌مان درباره موقعیت دور شویم؟ در اصل ممکن است این کار را با تحلیل بردن ظرفیت و توانمان برای انجام بسیاری از کارهایی انجام دهد که مورد احترام جامعه است، از جمله برگزاری مهمانی شام، کار کردن مؤثر و قیومیت. از این رو مرگ شکنندگی و شاید بی‌ارزش بودن توجهی را نشان می‌دهد که سعی می‌کنیم با موقعیت به دست آوریم. در زمان سلامتی و هنگامی که قدرت زیادی داریم، نیازی نیست فکر کنیم آیا کسانی که از ما تعریف می‌کنند از صمیم قلب این کار را انجام می‌دهند یا در تلاش برای استفاده از ما هستند. ما به ندرت جرأت یا بدبینی لازم را داریم که از خود بپرسیم آیا آنها به من علاقمندند یا به موقعیت من در جامعه. بیماری با زمین زدن شرایط عشق دنیوی به سرعت و به شکل بی‌رحمانه آشکار تفاوت این دو وضعیت را مشخص می کند. وقتی شبح مرگ جلوی روی من ظاهر می شود، وقتی لباس بیمارستان به تن کرده ایم، از عشاق وابسته به موقعیتمان خشمگین می شویم. به همان اندازه که از دست خودمان عصبانی هستیم که چرا آنقدر احمق بوده ایم که آنها توانستند ما را اغوا کنند. از دست آنها هم عصبانی هستیم که به شکلی هماهنگ آری از احساسات ما را اغوا کردند. فکر مرگ اعتباری برای زندگی اجتماعی به وجود می آورد. بهترین راه این است که پیش بینی کنیم چه کسی از بین آشنایانمان زحمت آمدن تا تخت بیمارستان را به خود می دهد. همانطور که به مرور علاقمان را به عشق مشروط از دست می دهیم، کم کم اشتیاقمان به چیزهایی هم که این عشق را برای ما تضمین می کردند از دست خواهیم داد. اگر ثروت، عزت نفس و قدرت برای ما احترامی می‌خرند که تنها تا زمانی دوام می‌آورد که موقعیتمان را از دست نداده ایم، محکوم هستیم که زندگی را بی‌دفاع و پریشان به پایان برسانیم. اما اگر می‌خواهیم مانند بچه‌ای کوچک از ما مراقبت کنند، پس دلیل روشنی داریم برای اینکه انرژیمان را صرف آن روابطی کنیم که بعد از تحلیل جایگاهمان بهتر از همه دوام می‌آورند. هرودوت میگوید رسم بر این بوده است که در انتهای جشن‌های مصری، زمانی که عیاشان در اوج عیاشی خود بودند، خدمتکاران به صف از میان میزهای سالن باشکوه رد می‌شدند و اسکلت‌هایی را بر روی تخت روان جابجا می‌کردند. متأسفانه او نمیگوید که این یادآوری مرگ قرار بوده چه تأثیری در مهمانان بگذارد. آیا باعث می‌شد با علاقه بیشتری به سرور خود ادامه دهند؟ یا اینکه با حس و حال هوشیارانه تازه‌ای آنها را به خانه می‌فرستاد. معمولاً انتظار می‌رود که فکر مرگ در وهله اول باعث شود هر چیزی که در حال رخ دادن است برای ما مهم‌تر شود. چه این اتفاق نوشیدن در کنار رود نیل باشد، چه نوشتن کتاب و چه جمع آوری ثروت. و پس از آن ما را تشویق کند به اینکه توجه کمتری به داوری دیگران داشته باشیم. همان کسانی که به هر حال حاضر نخواهند شد به جای ما بمیرند. چشمانداز میرایی ما میتواند ما را به سمت روش زندگی بکشاند که قلبمان ارزش آن را مشخص میکند.
گرچه گاهی از فکر مرگ سوء استفاده می شود برای اینکه افراد را بترسانند تا دست به کارهایی بزنند که در غیر آن صورت هرگز مرتکب آن نمی شدند، بیشتر و امیدوارانه تر به ما کمک می کند که طوری توجه به زندگیمان را اصلاح کنیم که انگار می توانیم تعهداتی را که به خودمان داریم برای ابد به تعویق بیندازیم. اندیشیدن به فانی بودن می تواند به ما دل و جرأت رها کردن زندگیمان را از چنگ انتظارات بلاعوض جامعه بدهد. در حضور اسکلت، جنبه سرکوب کننده نظرات دیگران قدرت ترساندن خود را از دست می دهد. مفاهیم مسیحی و سکولار هر تفاوت دیگری که داشته باشند، وقتی از دیدگاه مرگ به مسائل زندگی نگاه می کنند، روی این موضوع که چه چیز در زندگی مهم است، تا حد زیادی توافق دارند. تأکید مثبت مشابهی هم بر روی عشق، روابط مطمئن اجتماعی و صدقه وجود دارد و باز به طور مشابه جستجوی قدرت، نیروی نظامی، ثروت و افتخار منع شده است. اینها و اهداف و فعالیت‌های مشخص دیگر در مقابل فکر مرگ تقریباً در همه جا بی‌معنی به نظر می‌رسد. در جای دیگری از کتاب تواریخ، هرودوت داستان معروف خشایارشا، پادشاه قدرتمند پارس را تعریف می‌کند که در سال 480 پیش از میلاد با ارتشی نزدیک به 2 میلیون نفر به یونان حمله کرد. خشایارشاه که می دید یونان از کشتی‌های ناوگانش پر شده و ارتش وی دشت‌ها را هم پوشانده، ابتدا برای اقبال خوش و توانایی‌های خیش به خود تبریک گفت، اما چند لحظه بعد شروع کرد به گریه کردن. عموی او اردوان که در کنار او ایستاده بود گیج شد و پرسید مردی در جایگاه او برای چه چیزی ممکن است گریه کند؟ پادشاه پاسخ می دهد که همان موقع متوجه شده است که تا 100 سال بعد تمامی این مردانی که در مقابلش صف کشیده اند، تک تک سربازان و دریانوردانی که با کمک آنها دنیای شناخته شده را به وحشت انداخته، مرده اند. با وجود این، اخلاق گرایان مسیحی می گویند که شاید همه چیز به یک اندازه بیهوده نباشد. در برخی کشورهای مسیحی از قرن 16 ژانر هنری جدید و بسیار دقیقی ظهور کرد که قوه تخیل طبقه خریدار هنر را تا 200 سال بعد به دست گرفت. نمونه های هنر وانیتاس که برای احترام به موضوع ونیتی یا بیهودگی به این نام خوانده می شود، در محیط های خانوادگی به دیوار زده می شد، معمولاً در اتاق مطالعه و خواب. هر گونه نقاشی اجسام بی جان شامل یک میز نهارخوری یا تابلو می شد که روی آن مجموعی در هم و بر هم و متضاد از اشیا قرار می گرفت که در بین آنها چند گل، سکه، گیتار یا ماندولین، مهره های شطرنج، کتاب شعر، تاج گل یا بطری شراب هم وجود داشته باشد. نمادهای پوچی و افتخار گذرا. در جای میان اینها دو نماد بزرگ مرگ و کوتاهی زندگی قرار دارد، یک جمجمه و یک ساعت شنی. هدف چنین کارهایی این نبود که بینندگانشان با فکر بیهودگی همه چیز افسرده شوند، بلکه هدف این بود که با آنها جسارت ببخشد تا خطاهایشان را در جنبه‌های بخصوصی از تجربه‌های خودشان پیدا کنند، در حالی که در همین حین به فضائل عشق، خوبی، بیریایی، فروتنی و مهربانی هم بیشتر توجه می کنند. اگر اندیشیدن به فناپذیری من سازنده باشد، ممکن است فکر کردن به مرگ دیگران، به خصوص کسانی که دستاوردهایشان باعث شده تا بیش از همه احساس ناکارآمدی و حسادت کنیم، کمی از اضطراب موقعیت من را کم کند. هرقدر فراموش شده و طرد شده باشیم، هرقدر دیگران قدرتمند و محترم باشند، می توانیم با این فکر آسایش خاطر پیدا کنیم که بیشترمان سرانجام تبدیل به مردم سالارانه ترین ماده یعنی خاک می شویم. دیدار از خرابه ها به ما یادآوری می کند که فدا کردن آرامش ذهنیمان برای رسیدن به قدرت بی ثبات دنیایی حماقتی بیش نیست. وقتی به سنگ‌های قدیمی خرابه‌ها می‌نگریم، می‌توانیم احساس کنیم استرابی که برای دستاوردهایمان و نداشتن آنها داریم کم می‌شود. واقعاً چه اهمیتی دارد که در نظر دیگران موفق نشده‌ایم، که بنای یادبود یا مجمعی به افتخار ما نیست،
که در دور همیهای اخیر هیچ کس به ما لبخند نزده است. در هر واقعی همه چیز محکوم به نابودی است. در مقابل ابدیت چیزهای کوچک دیگری که ما را آشفته می سازند اهمیتی ندارند. خرابه ها ما را وامی دارند که دست از تلاش و خیال بافی برای رسیدن به کمال برداریم. آنها به ما یادآوری می کنند که نمی توانیم زمان را شکست دهیم و اینکه ما صرفاً اسباب بازی نیروهای نابودگری هستیم که در بهترین حالت می توانیم آنها را برای مدتی دور نگه داریم، اما هرگز بر آنها پیروز نمی شویم. می توانیم از پیروزی های کوچک لذت ببریم. شاید بتوانیم چند سالی ادعا کنیم که به درجه ای از نظم در مقابل آشوب رسیده ایم. اما در نهایت همه چیز در شوربای باستانی غرق می شود. اگر این چشمنداز قدرت دادن آرامش به ما را دارد، احتمالاً به خاطر این است که بخش بزرگی از اضطراب ما ریشه در حس اغراق‌آمیزی درباره اهمیت برنامه‌ها و نگرانی‌های خودمان دارد. آرمان‌های ما و حس شکنجه‌آور بلند نظرانمان درباره جاذبه کاری که می‌کنیم ما را شکنجه می‌دهد. اخلاق گرایان مسیحی مدت‌ها پیش فهمیدند که برای قوت قلب دادن به افراد مضطرب بهترین کاری که می‌توانند بکنند آن است که برخلاف قاعده اول خوشبینی تأکید کنند که در واقع برای همه چیز همیشه بدترین اتفاق می‌افتد. سقف‌ها فرو خواهد ریخت، مجسمه‌ها واژگون خواهد شد، ما خواهیم مرد، همه کسانی که دوست داریم ناپدید خواهند شد و همه دستاوردهایمان و حتی ناممان هم لگد مال خواهد شد. هرچند اگر بخشی از ما از روی غریزه بفهمد که بیچارگی ما چطور به بزرگ نمایی بلند پروازی های ما گره خورده است، می توانیم با این حرف با آرامش برسیم. از این رو فکر کردن به نگرانی ها برای موقعیتمان از دیدگاه هزار سال آینده به معنای نگاهی نادر و آرام بخش به ناچیزی خودمان است. منظره گسترده نیز می تواند تأثیری مشابه یک خرابه در کاهش اضطراب ما داشته باشد، چرا که چون این منظره‌ای نماینده فضای بیکران است، همانطور که یک خرابه نماینده زمان بیکران است. بدن ضعیف و میرای ما در مقابل منظره‌ای گسترده یا درون آن به نظر قدرتی بیش از بدن پروانه یا عنکبوت ندارد. با این همه هر قدر هم که بین انسان‌ها تفاوت وجود داشته باشد، در مقابل تفاوتی که بین قدرتمندترین انسان‌ها با صحراهای بزرگ، کوه‌های بلند و اقیانوس‌های جهان وجود دارد، هیچ به حساب می‌آید. پدیده های طبیعی آنچنان بزرگی در جهان وجود دارد که باعث می شود تفاوت های بین دو انسان به طرز مسخره‌ای کوچک به نظر برسد. با فکر کردن به این چیزها و تجربه حسی آرام بخش از ناچیزی انسان های درون کیهان می توانیم همه ناراحتی هایی را که به خاطر پستی جایگاهمان در سلسله مراتب اجتماعی احساس می کنیم آرام نماییم. در مجموع ما نه با مهمتر کردن خودمان، بلکه با شناخت بی اهمیتی نسبی همه انسانهای روی زمین بر حس بی اهمیتی خود غلبه می کنیم. از این رونگرانی ما برای اینکه چه کسی چند میلیمتر از ما بلندتر است، باید جای خود را به شگفتی از چیزهایی بدهد که میلیونها بار بزرگتر از هر انسانی است. نیرویی که شاید بخواهیم آن را بیکران، ابدیت یا به سادگی و شاید مؤثرتر از همه خداوند بنامیم. شاید چاره مناسب برای اضطراب ما در مورد موقعیت پایینمان در جامعه مسافرت در فضای بیکران دنیا باشد، چه به صورت عینی و چه با تماشای آثار هنری به صورت مجازی. طبق نظر یکی از جناح‌های دارای نفوذ و قدرت در جامعه مدرن سکولار، سرنوشتی خجالت‌آورتر از این نیست که سرانجام مثل بقیه باشیم، چرا که بقیه دسته‌بندی است که شامل افراد متوسط و دنباله‌رو کسل کننده نیز می‌شود. این بحث اینطور ادامه پیدا می‌کند که هدف همه افراد منطقی باید این باشد که فرقی بین خودشان و عوام ایجاد کنند و به هر صورتی که استعدادهایشان اجازه می‌دهد برجسته شوند. اما طبق آموزه‌های مسیح، مانند بقیه بودن اصلاً فاجعه‌بار نیست،
چرا که یکی از ادعاهای عیسی مسیح این بود که همه انسان‌ها از جمله کندذهن‌ها، بی استعدادها و افراد گمنام مخلوقات دوست داشتنی خداوند بوده و شایسته احترامی هستند که باید به تمام نمونه‌های مخلوقات وی گذاشت. طبق گفته پتروس قدیس همه ما ظرفیت این را داریم که در طبیعت الوهی سهیم باشیم. ایده‌ای که به خودی خود این فرضیه را زیر سوال می‌برد که برخی برای رسیدن به حد میانه به دنیا آمدند و برخی برای رسیدن به افتخار. مسیحیت می‌گوید هیچ کس از حلقه عشق خداوند خارج نیست و مفهوم احترام متقابل را به مقام الهی نسبت می‌دهد. اشتراکات ما با دیگران شامل مهمترین خصوصیت ما نزد خودمان می‌شود. مسیحیت ما را وامی دارد که از تفاوت‌های ظاهری من فراتر برویم و بر روی چیزی تمرکز کنیم که آن را حقایق جهانی در نظر می‌گیرد، حقایقی که بر اساس آنها مفهوم جامعه و فامیل ساخته می‌شود. عیسی مسیح برای ترویج احساسات میان اطرافیان به پیروانش می‌آموخت که به دیگر بزرگسالان به چشم بچه نگاه کنند. هیچ چیز بیش از این نمیتواند حس ما به شخصیت یک فرد را به اندازه تصور کردن او مانند یک بچه تغییر دهد. از این دیدگاه بهتر میتوانیم با او حس همدردی و سخاوتی را داشته باشیم که به طور طبیعی در برابر بچه های کوچک داریم و ترجیح میدهیم آنها را بازیگوش توصیف کنیم، نه بد، پررو یا گستاخ. این همان حس نرمشی است که به فردی که در خواب است پیدا می کنیم. فرد خوابیده با چشمهای بسته و صورت آسوده و بی‌دفاع رفتار آرام دیگران را به سمت خود جلب می کند که تقریبا همان عشق است. به طوری که وقتی غریبه‌ای در قطار یا هواپیما کنار ما خوابیده، خیره شدن طولانی مدت به او راحتی ما را هم برهم می زند. این صورت بی‌نقاب ظاهراً ما را به سمت صمیمیتی می‌کشاند که پایه‌های بی‌تفاوتی متمدنانه را که روابط عادی همگانی جامعه بر آن استوار است می‌لرزاند. اما مسیح می‌گوید چیزی به اسم غریبه وجود ندارد، بلکه خیالی از غریبگی است که ریشه در اعتراف نکردن به این حقیقت دارد که هم نیازها و هم ضعف‌های دیگران با ما یکسان است. هیچ چیز شرافتمندانه تر یا انسانی تر از این نیست که درک کنیم از هر نظر درست مثل بقیه هستیم. فکر این که شاید دیگران در اصل نه عجیب باشند و نه ناخوشایند، با توجه به اینکه میل ما به برتری اجتماعی تا حد زیادی ریشه در ترس از عادی بودن دارد یا اینکه دیگران اینطور درباره ما فکر کنند، پیامدهای سنگینی برای نگرانی ما در مورد موقعیت دارد. هرچه بیشتر فکر کنیم که افراد عادی، حقیر، سطحی، خار یا زشت هستند، بیشتر می‌خواهیم خودمان را از آنها جدا کنیم. هرچه جامعه فاسدتر باشد، فریب موقعیت‌های فردی بیشتر می‌شود. مسیحیت از آغاز سعی کرده ارزشی را که پیروانش برای تعلق به جامعه قائلند، هم از جهت عملی و هم از جهت نظری بالا ببرد. یکی از راه‌های مهمی که به وسیله آن به این هدف رسیده، تکرار تشریفات دینی است. از دعا خواندن گرفته تا خواندن سرودهای مذهبی که هر کدام موقعیتی برای تعداد زیادی از افراد نامرتبط به وجود می‌آورد که به لطف واسطه‌ای متعالی سوء زنی را که نسبت به یکدیگر دارند حس کنند. موسیقی به هر صورتی می‌تواند ابزار خوبی برای حفظ تعادل باشد. موسیقی احساساتی را در ما بیدار می کند که پیش از آن به نظر ما ناقص و شخصی می آمدند. شاید چشمانمان از اشک آسودگی و قدردانی پر شود که این آهنگ ساز و موسیقیدان با این موسیقی صدای حرکت روح مشترک ما را به گوشمان رساندند و در نتیجه آن را در دسترس ما و دیگران قرار دادند. ویولون‌ها، فلوت‌ها، کانترباس‌ها، اوبوه‌ها و ترومپت‌ها با هم ترکیب می‌شوند تا صدایی را خلق کنند که مخفی‌ترین و گریزان‌ترین جنبه‌های روح ما را بیدار می‌کند. به علاوه، طبیعت عمومی این اجرا به ما کمک می‌کند متوجه شویم اگر افراد اطرافمان دارند مانند ما به موسیقی واکنش نشان می‌دهند، پس نمی‌توانند آن معماهای عجیبی باشند که فکر می‌کردیم. احساسات آنها هم مانند احساسات ماست.
چیزهای یکسانی ما را تکان می دهد و بنابراین هر تفاوتی که در ظاهر و رفتار داشته باشیم، هسته ای مشترک داریم که با آن می توان به رابطه ای شکل داد که می تواند فراتر از این موقعیت گسترش یابد. البته درک ما از دیگران بیرون از کلیسای جامع ندرتن تا این حد دلپذیر است. عرصه اجتماع معمولاً لرزانتر و ترسناکتر است و ما را به سرعت به دنبال حفاظی فیزیکی و روانی می فرستد. کشورهایی هستند که در آنها توزیع همگانی مسکن، حمل و نقل، آموزش و پرورش و سلامت به قدری ضعیفند که اهالی آن کشور طبیعتاً به دنبال فرار از ترکیب با عوامند و خود را پشت دیوارهایی محکم زندانی می کنند. میل به موقعیت برتر جایی خودش را بیشتر نشان می دهد که زندگی عادی نمی تواند پاسخگوی وقار و راحتی متوسط باشد. در مقابل جوامعی وجود دارد که البته تعدادشان بسیار کمتر است، با اصول و معماری سرشار از احترام و در نتیجه شهروندانی که تحت فشار کمتری برای فرار به قلمروهای شخصی خودشان قرار دارند. در واقع وقتی فضا و امکانات عمومی که با آنها دسترسی داریم با شکوه باشند، ممکن است ببینیم که برخی از بلند پروازی های ما برای رسیدن به شکوه شخصی کم کم محو می شود. در چنین زمینه ای شهروندی عادی بودن هدفی کافی است. برای مثال در بزرگترین شهر سوئیس نیاز به داشتن ماشین برای اینکه از استفاده مشترک از اتوبوس یا قطار با افراد غریبه دور باشیم، به لطف شبکه فوق‌العاده تراموای زوریخ که تمیز، امن، گرم و از نظر وقت شناسی و فناوری پیشرفته است، به اندازه لس‌آنجلس یا لندن ضروری به نظر نمی رسد. دلیلی وجود ندارد که فرد با پیله اتومبیل خود سفر کند وقتی می تواند با صرف تنها چند فرانک با تراموای کارآمد و با شکوه از نقطه الف به نقطه ب برود که شاید یک امپراتور هم به راحتی آن حسادت می کرد. یکی از بصیرت‌هایی که می‌توان از مسیحیت گرفت و در اخلاقیات عمومی اعمال کرد این است که بتوانیم مفهوم ارزشمندی همه انسان‌ها را بازیابیم و مهمتر از آن فضاها و رفتارهایی را رواج دهیم که تجسم چنین احترامی باشند. آن وقت است که مفهوم عادی بودن جنبه تاریک خود را از دست می‌دهد و در نتیجه میل به پیروزی و جدا کردن خود از دیگران ضعیف می‌شود که نهایتاً به نفع وضعیت روانی همه است. در جامعه مسیحی آرمانی، ترس از زندگی بازنده ها در کنار برنده ها از بین می رود و با برابری وقار و منابع جایگزین می شود. دوگانگی بین موفق بودن و شکست خوردن، شکوفا شدن و پژمردن، بخشی از تیزی دردناک خود را از دست می دهد. یکی از نقطه نظرهای مسیحیت را می توان در انتخاب شغل عیسی مسیح ریشه یابی کرد. نجاران شهر الخلیل نیمه ماهر بودند و کسب و کاری ناامن و به زحمت سودآور داشتند. عیسی مسیح دست راست عرش کبریایی، پسر خدا، پادشاه پادشاهان به زمین فرستاده شده بود تا ما را از گناهانمان نجات دهد. اینکه فردی می توانست دو هویت متفاوت را در خود ترکیب کند و همزمان هم فروشنده دورگرد باشد و هم مقدس ترین انسان، اساسی را شکل می دهد که مفهوم مسیحی موقعیت روی آن ساخته شده است. در این چارچوب هر انسان دارای دو نوع موقعیت کاملا مجزاست. نوع زمینی که با شغل، درآمد و نظر دیگران تعیین می‌گردد و نوع روحانی که با توجه به خصوصیات روح فرد و شایستگی وی در نظر خدا در روز قیامت اندازه‌گیری می‌شود. از این رو ممکن است فردی در قلمرو زمینی قدرتمند و محترم شمرده شود اما در قلمرو روحانی تهی و فاسد به حساب آید. یا مانند لازاروس گدا در انجیل لوقا که تنها داراییش لباسی ژنده بود در حالی که از ثروت‌های الهی بهره‌مند شده بود. اختلاف آیینی بین موقعیت الهی و زمینی به مؤمنان وعده راهی برای خروج از چشم‌انداز ظالمانه و تکبودی موفقیت می‌دهد.
مسیحیت به طور کامل مفهوم سلسله مراتب را کنار نگذاشت، بلکه با تعریف دوباره موفقیت و شکست در مفاهیم اخلاقی و غیر مادی در واقع خدمت کرد و اصرار ورزید که فقر در کنار خوب بودن و شغلی فروتنانه می تواند با روحی شرافتمند همراه باشد. اما مسیحیت صرفاً برتری موفقیت روحانی بر موقعیت مادی را اعلام نکرد، بلکه جدیت و زیبایی اقوا کننده ای نیز به ارزش‌هایی بخشید که محترم می شمرد و این کار را تا حدودی با استفاده آمرانه از نقاشی، ادبیات، موسیقی و معماری انجام داد. هرچند که تجلیل از ارزش‌های دنیوی هیچگاه در دوره مسیحیت به طور کامل محو نشد و این امر همواره در آثار هنری آن دوره خودش را همچنان نشان می‌داد. در چهار قرن بین حدود سال‌های 1130 و 1530 میلادی در شهرهای سرتاسر اروپا بیش از 100 کلیسای جامع ساخته شد که مناره‌هایشان منظره آسمان را بالاتر از فروشگاه‌ها، قصرها، دفترها، کارخانه‌ها و خانه‌ها تسخیر کرده بود. این کلیساهای جامع باشکوه مکانی برای مردم تدارک دید که می توانستند از هر جا در آنجا جمع شوند تا درباره مفاهیمی فکر کنند که حداقل در تاریخ معماری بی سابقه بود. مفاهیمی مرتبط با غم، معصومیت، لطافت و دلسوزی. در حالی که دیگر ساختمان‌های شهر برای ارضای نیازهای زمینی طراحی شده بودند، کارکرد منحصر به فرد کلیساهای جامع خالی کردن ذهن از برنامه‌های خودخواهانه و راهنمایی آن به سمت خداوند و عشق او بود. البته که مسیحیت هرگز نتوانست شهرهای زمینی یا ارزش‌های آن را از میان بردارد، اما همین که بین ثروت و فضیلت فرق می‌گذاریم و هنوز از مردم می‌پرسیم که آیا انسان خوبی هستند یا صرفاً مهم هستند یا نه، خود تا حد زیادی به خاطر اثر باقی مانده بر آگاهی ساکنان کشورهای غربی است. این تأثیر حاصل قرنها استفاده دین از منابع و حیثیت خود در دفاع از ایده‌های بسیار در خصوص توزیع صحیح موقعیت است. این هوشمندی هنرمندان و صنعتگران بود که با شکل دادن به سنگ، شیشه، صدا، کلمات و تصاویر به مسیحیت خدمت کردند و شکلی با دوام به آرمان‌های آن دادند و آنها را برای ما به واقعیت پیوند زدند. در دنیایی که ساختمان‌های مدرن سکولار پیوسته در گوش ما اهمیت قدرت زمینی را زمزمه می‌کنند، کلیساهای جامع که آسمان شهرهای بزرگ را شکافتند، هنوز به ارائه تصویری خیالی از فضای مخصوص اولویت‌های روح ادامه می‌دهند. در ابتدای قرن 19 گروه جدیدی از مردم در اروپای غربی و ایالات متحده توجه عموم را به خود جلب کردند. آنها ساده لباس می پوشیدند، در بخش‌های ارزان‌تر شهر زندگی می کردند، زیاد کتاب می خواندند، به نظر اهمیت چندانی به پول نمی دادند، معمولاً حال و هوایی مالی خولیایی داشتند، وفاداری آنها بیشتر به هنر و احساسات بود تا به کسب و کار و موفقیت مادی. گاهی زندگی جنسی غیر متعارفی داشتند و بعضی از زنان موهایشان را پیش از آن که این کار مد شود مردانه کوتاه می کردند. این افراد بوهمی نامیده می شدند. گزارش های اولیه نشان می دهد که بوهمی ها می توانستند در هر طبقه اجتماعی، گروه سنی و حرفه‌ای جای داشته باشند. آنها زنان و مردانی بودند، ثروتمند و فقیر، شاعر و وکیل، دانشمند و بیکار. آرتور رنسام در کتاب بوهم در لندن میگوید بوهم میتواند هر جا باشد. بوهم یک مکان نیست، بلکه نگرشی ذهنی است. شهدای نظام ارزشی بوهمی کسانی بودند که امنیت شغلی و عزت اجتماعی را فدای فرصتی برای نوشتن یا ساختن موسیقی کرده بودند یا خود را وقف مسافرت یا وقت گذرانی با دوستان و خانواده هایشان می کردند. بسیاری از بوهمی ها آماده بودند که برای باورهای غیر عملیشان رنج یا حتی گرسنگی بکشند. برای یک بوهمی این فقر بهتر از وحشتی بود که زندگیش را سر کاری هدر دهد که از آن متنفر است.
این ایده که پول و شغل‌های روزمره روح را فاسد می‌کنند یا به قول استاندال ظرفیت احساسات لطیف را نابود می‌سازند، بارها در تاریخ بوهم تکرار شده است و به روشنی در شعرهای چارلز بوکوفسکی و آثار هنری دیگر هنرمندان ردپای آن دیده می‌شود. درست همانطور که نمیتوان در نظام ارزشی بوهمی افتخار را با پول خرید، دارایی‌های فرد نیز نمیتواند آن را به دست آورد. از نظر یک بوهمی، قایق‌های تفریحی و قصرها صرفاً نمادهای خودخواهی و هرزگی است. موقعیت بوهمی را بیشتر از راه مکالمه الهام بخش یا سرودن مجموعه شعری هوشمندانه و از صمیم قلب میتوان به دست آورد. در جولای 1845، هنری دیوید ثورو، یکی از مشهورترین بوهمی‌های آمریکای قرن 19، به کلبه‌ای رفت که با دست‌های خودش در ساحل شمالی برکه والدن نزدیک شهر کنکورد ایالت ماساچوست ساخته بود. آرزو می‌کرد که به زندگی ظاهراً ساده اما در باطن غنی برسد و در این روند به بورژواها نشان دهد که می‌توان زندگی فقیرانه مادی را با زندگی که در آن روان فرد به کمال می‌رسد ترکیب کرد. ثورو ثابت کرد به محض اینکه دیگر نگران تحت تأثیر قرار دادن دیگران نباشیم، امرار معاش تا چه حد ارزان می شود و فهرستی از جزئیات هزینه هایی که در ساختن خانه جدیدش کرده بود ارائه داد. هزینه ساخت کلبه این شاعر فقط $28.12 شده بود. ثورو نوشته است: نه تنها می توان بیشتر تجملات و بسیاری از وسایل به اصطلاح آسایش زندگی را دور ریخت، بلکه بیشترشان به نوعی مانع تعالی نوع بشرند. سپس برای شکستن یا کمرنگ کردن رابطه بین مالکیت چیزها و محترم بودن در جامعه پیشنهادی می دهد. او می گوید انسان با توجه به تعداد چیزهایی که می تواند بدون آنها به زندگی ادامه دهد ثروتمند است. ثورو در کتاب والدن سعی می کند درک ما را از اینکه نداشتن دارایی نشان دهنده چه چیزی در شخص است تغییر دهد. آنطور که دیدگاه بورژواها کم و بیش سرسختانه می گوید این همیشه نشان دهنده آن نیست که فرد در بازی زندگی باخته است، بلکه شاید به سادگی نشان دهد که شخص تصمیم گرفته تا انرژیش را روی فعالیت‌هایی بجز پول درآوردن متمرکز کند و در نتیجه زندگیش را به شیوه دیگری غنی سازد. ثورو که از لغت فقر برای توصیف وضعیت خود راضی نبود، ترجیح می‌داد از سادگی استفاده کند که احساس می‌کرد موقعیتی را القا می‌کند که فرد آگاهانه شرایط مادیش را انتخاب کرده است، نه اینکه به او تحمیل شده باشد. او به تجار بوستون یادآوری می‌کند که به هر حال انسان‌های شریف، فلاسفه چینی، هندی، ایرانی و یونانی زمانی به گفته خودشان به دنبال راه ساده‌تری برای زندگی گشتند. به قول ثورو، برای خرید مایحتاج روح نیازی به پول نیست. یکی از بینش‌های تند و تیزی که به بوهم نسبت داده می‌شود این است که توانایی فرد در حفظ روش زندگی که در تضاد با فرهنگ رایج جامعه است، به شدت وابسته به نظام ارزشی مؤثر در محیط اطراف خود بوده است، به نوع افرادی که با آنها تبادلات اجتماعی دارد و به چیزهایی که می‌خواند و گوش می‌کند. بیشتر بوهمی ها می دانند که اگر تنها چند دقیقه با یکی از آشنایانشان که پول و جایگاه اجتماعی را معیار سنجش می داند صحبت کنند، آرامش ذهنیشان به هم می ریزد و تعهداتشان گستاخانه به چالش کشیده می شود. همین به هم ریختگی ممکن است از خواندن روزنامه یا مجله‌ای حاصل شود که گزارشی انحصاری از جزئیات موفقیت‌های بورژواها تهیه کرده است و موذیانه ارزش هر بلند پروازی دیگری را از بین می‌برد. در نتیجه بوهمی‌ها در انتخاب همراهانشان دقت ویژه‌ای می‌کنند. برخی مانند ثورو تلاش می‌کنند از اثر مخرب جامعه به کل بگریزند. دیگران با زحمت فراوان جوامعی از افراد همساز می سازند و از ورود به روابط اجتماعی ناشناس و پراکنده که معمولاً بین دو نفر در مدرسه، خانواده یا سر کار اتفاق می افتد سر باز می زنند.
در شهرهای بزرگ جهان، بوهمی ها سعی می کنند در یک محل جمع شوند تا مطمئن باشند که ارتباط روزمرشان با دوستان واقعی است، نه با آشنایانی که نگران موقعیتشان هستند. تاریخ بوهم پر است از نام مکانهایی که به خاطر دوستیهایی که در آنجا شکل گرفته مشهورند. مونپارناس، بلومزبری، چلسی، دهکده گرینویچ و ساحل ونیز. بوهم همچنین با دقت درک خود را از کلمه شکست باز تعریف می کند. در دایره لغات بورژواها و بر اساس ایدئولوژیشان که می گوید جامعه در توزیع پاداش‌های خود عادلانه رفتار می کند، هر شکست مالی یا جدی در کسب و کار یا هنر تا سطح چشمگیری شخصیت فرد را محکوم می کند. در حالی که بوهمی ها این تفسیر شکست ظاهری را رد کرده و اشاره می کنند که دنیا چقدر با حماقت و تعصب اداره می شود. آنها می گویند با توجه به طبیعت انسان، کسانی که در جامعه موفق می شوند به ندرت افراد خردمند یا بهترین افرادند. معمولا افرادی در جامعه موفق می شوند که به خوبی می توانند از ارزش های ناقص مخاطبانشان سوء استفاده کنند. بوهمی ها به این موضوع اشاره می کنند که در واقع شاید هیچ نشانه ای بهتر از ظرفیت موفقیت تجاری فرد برای درک اخلاقیات و محدودیت های خلاقانه وی وجود نداشته باشد. چون این دیدگاهی توضیح می دهد که چرا بوهمی های بسیاری در قرن 19 و اشخاص سیاسی، هنری و ادبی که با معیارهای ارزشی بورژواها زندگی پر از شکستی داشتند و معمولاً از سوی جامعه مطرود شدند، علاقه نشان می دادند و با آنها احترام می گذاشتند. مشهورترین آنها شاعر نورسته انگلیسی توماس چترتون بود که در سال 1770 در 18 سالگی از فشار فقر و رد شدن آثارش از سوی حامیان مالیش خودکشی کرده بود. بوهم در تأکید بر وقار و برتری افراد مطرود معادلی سکولار برای نفی بلد و تسلیب عیسی مسیح ارائه داد. مانند زائری مسیحی، شاعر بوهمی باید شکنجه های عوام ناتوان از درک را تحمل کند. اما در اینجا درست مانند داستان مسیح، این چنین مورد بیتوجهی قرار گرفتن خود شاهدی بر حقانیت شخص مطرود است. درک نشدن نشانه است که چیز زیادی برای درک کردن در فرد وجود دارد. یک شاعر به خاطر بالهای با شکوهش است که نمیتواند راه برود. برای جمع‌بندی بوهمیسم می‌توانیم به سادگی بگوییم که بوهم دنبال کردن روش دیگری را برای زندگی منطقی جلوه داد. سرپایی ایستاد و خرد فرهنگی را تعریف کرد که در آن ارزش‌هایی که جریان بورژواها همواره بی اهمیت جلوه می‌داد یا از آنها چشم پوشی می‌کرد، بالاخره اختیار و اعتبار مناسب خود را پیدا کردند. بوهم از یک نظر مانند جایگزینی احساسی برای مسیح عمل کرده است. در قرن 19 پدیدار شد، حدوداً همان زمانی که مسیحیت کم کم تأثیر خود را در اذهان عمومی از دست می داد. از این رو بوهم همانند مسیحیت برای ارزیابی خود و دیگران روشی معنوی در مقابل روش مادی ارائه می دهد. مانند صومعه های مسیحی، زیر شیروانی ها، کافه ها، محله های ارزان قیمت و کسب و کارهای مشارکتی پناهگاهی تأمین می کند تا آن بخش از مردم که علاقه به گرفتن پاداش های بورژوایی مانند پول و دارایی و موقعیت ندارند، بتوانند در آنجا غذا و همراه پیدا کنند. به علاوه جایگاه خوب برخی از بوهمی ها در گذشته و حال کمک کرده است آن افرادی که شک دارند، یعنی کسانی که بیش از همه به خاطر نظام غالب موقعیت مضطرب می شوند، مطمئن باشند که بی‌قاعدگی های این چنینی تاریخی طولانی و گاه برجسته دارند. روشی برای زندگی که در دستان فردی اشتباه می توانست خودسرانه و پوچ به نظر برسد، به لطف با استعدادترین افراد بوهمی جدی و تحسین برانگیز به نظر می رسد. بوهم در کنار الگوهای وکلا، کارآفرینان و دانشمندان، الگوی شعرا، مسافران و مقاله نویسان را هم اضافه کرد. بوهم می گوید که این شخصیت ها هر قدر هم که شخصیت های عجیب داشته یا فقیر باشند، لایق موقعیت برتری برای خود هستند.
می توان گفت راه حل کامل اضطراب موقعیت با درک این موضوع شروع می شود که موقعیت را مخاطبان مختلفی از جمله صنعتگران، بوهمی ها، خانواده ها و فلاسفه می توانند به ما اعطا کنند و انتخاب ما از بین آنها آزادانه و از روی اراده است. هرقدر هم این اضطراب های موقعیت برای ما ناخوشایند باشند، تصور زندگی خوب بدون آنها سخت است، چرا که ترس از شکست و هتک حرمت خود در چشم دیگران نتیجه گریز ناپذیر بلند پروازی، ترجیح یک نتیجه به نتیجه دیگر و احترام به افرادی به جز خودمان است. اضطراب موقعیت هزینه است که ما برای اذعان به این موضوع می‌پردازیم که در ذهن مردم تفاوتی بین زندگی موفق و ناموفق وجود دارد. با وجود این، اگر نیاز ما به موقعیت چیز ثابتی است، همیشه به دنبال جایی خواهیم گشت تا آن نیاز را ارضا کنیم. ما می‌دانیم نگرانی‌های ما درباره حدک حرمتمان اساساً در برابر مخاطبی بیشتر می‌شود که هر دو طرفمان روش قضاوتش را می‌شناسیم و به آن احترام می‌گذاریم. استراب موقعیت تنها تا زمانی مشکل به حساب می آید که ریشه در ارزش‌های ما داشته باشد، چرا که ما وحشت زده ایم و به صورتی مافوق طبیعی فرمان برداریم. زیرا به ما القا شده است این ارزش‌ها طبیعی و شاید حتی قوانینی خدا دادند و اطرافیان ما بنده آن ارزش‌ها هستند. یا شاید قوه تخیل ما ترسوتر از آن شده است که ارزش دیگری برای خودمان تصور کنیم. فلسفه، هنر، سیاست، دین و بوهم هرگز نخواستند سلسله مراتب موقعیتی را کاملا کنار بگذارند، بلکه تلاش کردند انواع جدیدی از سلسله مراتب را بر پایه مجموعه ارزش‌هایی به وجود آورند که اکثریت آنها را به رسمیت نمی‌شناسند یا به آن انتقاداتی وارد می‌کنند. این پنج موجودیت با اینکه به خوبی از تفاوت‌های بین موفقیت و شکست، خوبی و بدی، شرم‌آور و افتخارآفرین آگاهند، سعی کردند درک ما را از اینکه چه چیزهایی به درستی به آن سرتیترهای دوگانه و سنگین تعلق دارند باز تعریف کنند. با این کار آنها در مشروعیت بخشیدن کسانی که در هر نسل نتوانستند یا نخواستند در برابر مفاهیم غالب موفقیت برتر سرخم کنند کمک کردند، چون می دانند هنوز هم لایق چسباندن لکه ننگ بیرحمانه بازنده نیستند. آنها به شکلی قانع کننده و آرام بخش به ما یادآور می شوند که در زندگی بیش از یک راه و راهی بیشتر از راه قاضی ها و داروساز ها برای موفقیت وجود دارد. پایان کتاب اضطراب موقعیت، نوشته آلن دوباتن.